شروع کنیم رایی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین. خدا قلوب همه ما رو نورانی کنه به نور محبت و ولایت اهل بیت، انشاءالله که تو این جلسات هرچه به خوبان و اولیاش نصیب میکنه از نعمات معنوی به همه ما هم عنایت بفرمایید. باید سوالی داره کسی از جلسه قبل بگه، اگه نه من بحثو بگم. کسی سوالی نداره؟ خب اصلا تواضع تو بیرون اتفاق نمیفته آخه. نه ممکنه همیشه من در تیغ دارم راه میرم. نه نه میگم اصلا تو بیرون نیست، به خاطر اون رفتار بیرونی شما نشونه تواضع نیست، تو درون اتفاق میفته. اصلا ادا در آوردنی نیست، شما متواضع باشی متواضعی تموم شد، اصلا دست خودت نیست. خب اون چون نیست آدمی که نیست این کارو میکنه. آدم متواضع که اداش میدونی مثل چی میمونه؟ سلام علیکم. مثلا شما یه مثلا بدنی داری، مثلا همین بدنی که الان داری، الان شما اصلا مثلا داری ماهیچهاتو به کسی نشون میدی؟ کاری داری میکنی؟ هست دیگه، تو بدنت هست دیگه، اسکلت بدنت خوبه، ماهیچهات درسته، داره کارشو میکنه، نشستی رو زمین قشنگ داره کارت انجام. نمایشی در کار نیست، هست، وجود داره. اونی که داره نمایش میده و این که اصلا بهش فکر میکنه که این کارو بکنم یا این کارو نکنم، اون معلومه تو درونش وجود نداره. خب اصلا ادا در آوردنی نیست، اصلا از بیرون نمیشه بهش فرمان بدی مثلا اینجا بشینم جلو در بشینم تواضع. این اصلا متواضع به این چیزا فکر نمیکنه، متواضع خود به خود تصمیم درست میگیره. یه وقت از تواضع باید پایین بشینی، یه وقت از تواضع باید بالا بشینی، یه وقت از تواضع باید یه چیزی هدیه کسی بپذیری، یه وقت از تواضع نباید بپذیری. نه دیگه، اصلا دست خودت نیست، انتخابه رو انجام میدی خود به خود اگه متواضع باشی. اونی که بهش فکر میکنه خب نیست دیگه، اون تو تفکر بهش میرسی نه بیرون. چی میگه؟ خب دیگه الان میگن که خب همینا رو گفتن الان اینجوری شدیم. میگن فکر با تفکر جهان بینیه، اینجوری نیستش که، بیرون نیستش که. این جنگی که دارید میبینید به اسم خودسازی داریم میکنیم، تنها چیزی که توش در نمیاد خودسازی. خودسازی توش در نمیاد، مثل اینایی که با ترک میخوان به یه مقاماتی برسن، نمیرسی، بدتر میشه. شما برید ببینید تمام این مکاتبی که بر اساس ترک میخوان انسان سازی بکنن، خشنترین آدمان، جنگاشون رو ببینید. مثلا شما برید تو تاریخ جنگ بودایا و برهمایا رو ببین، یه جوری بیرحم جنگی که عجیب و غریبه، مخ آدم سوت میکشه. مکتبشون بر اساس ترکه، این چیز نداره. ببین تواضع ادا در آوردنی نیست، وقتی وجود داره وجود داره، شما رو به تصمیم درست میرسونه. مثل یه آدمیه که فکر میکنه اصلا وقتی میخواد کاری انجام بده، اون اصلا کار بدون فکر نمیتونه انجام بده، دست خودش نیست، فکر میکنه یه کاری انجام میده. مثل متخصص، یه کسی که توی چیزی تخصص داره، یه آدمی هست توی مثلا یه معماری که خودش خونه خودشو بسازه و مشکل مالی نداشته باشه، قشنگ میسازه دیگه، تخصصشو داره، نمیتونه بعد بسازه، دست خودش نیست، وقتی امکاناتش هم داره خوشگل میسازه.
میگیری چی میگم؟ یعنی ملکه وجودشه، اصلا از بیرون اتفاق نمیفته. این که شما دنبال این که آقا این کارو بکنم تواضع یا تواضع نیست اینجوری برم، اینا یعنی که نیست، یعنی وجود نداره. با ادا در آوردن هم درست نمیشه. فکر میخواد باید دنبالش باشه. شما حالا یه ذره بهش فکر کن، اصلا بیرون هیچ اتفاق نمیفته. از بیرون وجود انسان تو درونت هست. شما اگه متواضع باشی، چون تواضع جهان بینیه، یه نوع نگاه به عالمه، اونام همینه. آدم مهربون نمیتونه نامهربون باشه. اگه با بچه خودت مهربونی، با بچه داداشت نیستی، پس تو مهربون نیستی. یعنی چی؟ چرا؟ ربطی به این بحث نداره. میگم که ببین، آدم مهربون مهربونه، هر جا باشه، تو هر شرایطی باشه، راجع به هر چیزی باشه مهربونه. مثل آدم تمیز میمونه، هر جا بره تمیز میکنه، تو کثیف‌ترین جا هم قرارش بدی تمیز میکنه. حالا تو این فیلم یوسف پیامبر یه چیزی نشون میداد که یوسف رو انداختن تو سیاه‌چال، سیاه‌چال رو تمیز کرد، هم ظاهرش و هم باطنش رو، چون تمیزه. بله دیگه، شما یه صفتی رو داری، داریش دیگه، یا داری یا نداری. اگه داری که خوب اعمالش میکنی. اینی که ما نسبت به بچه خودمون محبت، مثلا محبت ظاهری میکنیم، نسبت به بچه داداشمون این کار نمیکنیم، چون مثلا مهربون نیستیم. جهاز به دخترش میده، از رو محبت نمیده که، بالا کلاسش میده، اصلا به دختره، اصلا به خواست دخترش کاری نداره. اصلا دختره بگه من این جهازو نمیخوام، میگه تو غلط کردی، ما آبرو داریم. پس اصلا برای محبت نمیده. بعد چرا به دختر داداشش ازدواج میکنه؟ بهمون میگه اصلا میخوام نشون بدم فاصله داریم، من یه چیز دیگه هم، یه تافته جدا بافته ای هم. گرفتی شد؟ آدم مهربون نمیتونه مهربون نباشه. اگه جایی میتونید مهربون نباشید، معلومه مهربون نیستید. اونجایی هم که عملتون ظاهرش مهربانی بوده، علت دیگری داره غیر مهربان. میتونه از رو ترس باشه، از رو طمع باشه، از رو حرص باشه، از روی خودخواهی باشه. چون میدونی اینا نمایش زیبا میتونه داشته باشه. آخه تو این انیمیشن ها و چه میدونم تو این مثلا نقاشی های مینیاتوری قدیم ببینید، شیطون رو همیشه با شاخ و دم میکشن و نمیدونم چشاش قرمزه و دم داره و شیطون اینجوریه؟ نه، میتونه خیلی هم زیبا باشه، خیلی زیبا باشه. چون اون وجودش که خدا آفریده، خدا که زشت نمی آفرینه که، مشکلش خلقشه، خلقش که نیست. ما تو نقاشی‌ها خلقش رو زشت میکشیم، نه اون خلقش خرابه، مثلا به ظاهر نیست. میگه چی میگم؟ میخوام بگم پس عمل ممکنه ظاهر یه عمل خیلی هم زیبا باشه، اما زیبا نباشه حقیقتش. مثلا همین حرفی که الان من دارم میزنم، ظاهرش خیلی زیباست و آجاقا چه مطلبی گفت، چه نکته گفت. ممکن دارم از رو خودخواهی براتون حرف میزنم، میخوام مثلا به رخ بکشم بگم من از تو بیشتر میفهم. حقیقتش میشه تاریکی، میشه زشتی، منتها دیده نمیشه. در ظاهر خیلی خوشگل به نظر میاد، چه خوب جواب داد، چه مطلب معرفتی، ولی چرا گفت؟ معلوم نیستش که هدفش هم زیبا بوده باشه که. برای همین ما ممکنه از روی ریا یه کار خوب انجام بدیم، ظاهرش خوبه ها، ولی نیت خرابه، یعنی صفت مشکل داره. برای همین بیرون رو ولش کن. بیرون نمایش بیرونی نه نشونه کمال، نه نشونه سقوط. چیو؟ اگه بهش فکر میکنی نه، اصلا بهش فکر نکن. تفکر بله، همین که بشینی به خودتو بشناسی، بالاترین عبادته. خیلی ساده گفتی، شما یه جوری گفتی تفکر، مثلا انگار یه چیز تفکر خیلی کار مهمیه. من تو عمرم کمتر کسی دیدم بتونه فکر کنه. ما خیال میکنیم داریم فکر میکنیم، عداشو در میاریم، سر تا پامون داد میزنه، ما فکر نمیکنیم. ظاهرش نه دیگه، تاریکی که خیر ایجاد نمیکنه که. به نفع هیچ کی نیست وقتی به نفع تو نیست. نه، عملی که به تو کمک نکنه به کسی دیگه هم کمک نمیکنه.
ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ نه به نه به درد خودشون میخوره، نه به درد کسی دیگه. این همه بعضی مملکت رو نمیبینی؟ این همه خیریه، پس چرا مشکل چیز حد صفت و صدی نیستش؟ شما چه خیری میبینی توش؟ نه اینجوری نیست. نه مدرسه اگه برای خدا، برای حقیقت انسان، از رو دلسوزی، از رو محبت نسازی، فایده نداره. مسجد ضرار نشنیدی؟ مگه مسجد نبود؟ چرا پیغمبر خرابش کرد؟ یعنی چی؟ مگه من گفتم تو برو جای خراب کن؟ گفتم تو نساز. من که نگفتم برو مدرسه رو خراب کن، میگم تو نساز. اگه از رو نیت انسانی نیست، صفت انسانی نیست، نساز. من نگفتم خراب کن. میگم اگه، ولی اگه فکر کردی با ریا بسازی خیلی میشه، نه. چیزی که تو رو بالا نبره، دیگرانم بالا نمیبره. نظری داد پیغمبر، گفت نخورید. چرا؟ دارید یه انسان رو تو سقوط بهش کمک میکنید. حالا همینایی که ظاهرشون خیره برم بیارم چه جنایت هایی کردن؟ اتفاقا اون کاری که ظاهرش خیر بوده و تقدیرم ازشون شده، کمک کرده بهشون تو تاریکی، چون عذاب وجدانشون رو کم کرده. اون وقت تو کثافتکاری حساب گوته خوردن. میگه حالا ما خرکاری هم نکردیم، چهار تا مدرسه هم ساختیم. بله شما چند میلیون ارز 4200 هم گرفتی پس ندادی، حالا دو تا مدرسه هم ساختی جبران میکنه؟ میلیاردها تومن پول بیت المال رو بردی نیوردی، چی رو جبران میکنه؟ اتفاقا میخوای سلام نکن، اتفاقا میخوای گناه کنی، یه دونه از این کارهای خیر ظاهری انجام بده، حسابی بده انرژی میده مال گناه کردن. پس این نیستش که بگه، طرف میگه به هر حال داره یه کار خیری انجام میشه. چه کار خیری داره انجام میشه؟ چه کار خیری؟ یه آدم داره سقوط میکنه و این آدم تو سقوطش خیلی خسارت میزنه. این محدود، این صفت ها کی به وجود میاد؟ نه نه نه، به حقیقت انسان برمیگرده. ببین این صفت ها کجا به وجود میاد؟ وقتی محدود میشینه کسی که نامحدود، با اختیار. چجوریه؟ اصلا جسم، ببین یه چیزی به شما بگم، جسم یعنی محدود، درسته؟ محدود نمیتونه زمینه نامحدود باشه، نمیتونه زمینه نامحدود باشه. این چیزایی که من گفتم در جسم اتفاق نمیفته. جسم غریزه داره، غریزه محدوده. شما غریزه پاتو بذاری بیرون، وارد نامحدود شدی. ما دو تا استدلال آوردیم برای اینکه بگیم انسان محدود نیست. یکی این که به غریزه محدود نمیشه، چون بعد از غریزه دیگه مرزی وجود نداره، نامحدوده. دو، بحث اتحاد عالم و معلوم. وقتی اصلا وقتی شما این بحث رو قبول نداشته باشی، علم بودن علم رو قبول نداری. وقتی ما عین اون چیزی نباشیم که میفهمیم، پس اصلا نمیفهمیمش، اصلا اون وجود نداره. خب حالا وقتی شما بی نهایت رو میفهمی یعنی چی؟ خب ها؟ مگه میشن؟ چی میگه نمیشه بفهمی؟ این همه مدت راجبه چی داریم حرف میزنیم؟ اگه نمیفهمیدی که اصلا نمیتونستی راجبش صحبت. کلمه براش درست شده، کلمه برای مفهومی درست میشه که دیگه بین مردم جا افتاده، یعنی بهش رسیدن براش کلمه ساختن. بهش نرسن که نمیتونستن کلمه بسازن. مفاهیمی که بهش نرسیدید مگه میتونه بهش کلمه بسازید؟ اونایی که به یک مفهومی میرسن بالاتر از فهم جامعه، اون مفهوم رو باید بیارن تو جان مخاطب بکارنش، اونم با او سالها طول میکشه، تازه بعد بتونن بعد مدتی اصطلاح براش درست کنن. هنوز نمیتونی براش کلمه درست کنی. این اصلا بحث چیزی نیست، یعنی ربطی اصلا به بحث معرفتی نداره، اینا بحثای زبانشناسیه دیگه. شما انسان، ببین، شما یه مفهومی رو میفهمی که جامعه اون رو نفهمیده،
باید بیای با تو جامعه با جامعه انقدر مراوده بکنی، انقدر مطلبت رو بیاری پایین ریز بکنی که یک چیزی از اون مفهوم تو دل مخاطبت بکاری، یعنی یک چی میگن یه جوری این احساست رو به اونها منتقل بکنی، یه طعمی اونا پیدا کنن از این احساستو، تازه بعد میتونی براش کلمه یعنی اصطلاح بسازی. هنوز نمیشه براش کلمه بسازی. حالا اونایی که یه اصطلاح ساختی چون یه طعمی هم ازش چشیدن، شروع کنی اون مفهوم رو بیشتر براشون توضیح دادن، باز کردن. اینا که میگم یعنی 1000 سالا، یعنی 200 سالا، یعنی 10000 سالا طول میکشه، تازه بعدش یه کلمه بشه براش درست کرد. بی نهایت یه کلمه است، حتی اصطلاح نیست. حالا من مشکل مادیگراها نیومدم حل کنم، میدونی که ورودی انسان فقط زبان نیست. نه فقط زبان نیست. ببین نه، یه وقت شما یک انسانی رو خواب مصنوعیش کن، خب یعنی کلن ارتباطش رو با بیرون قطع کن و اصلا نتونه خودش رو باور کنه، یعنی اصلا به این یقین نرسه که این تنه. به دنیا میاد یه بچه، خب بیهوشش کنن، بهش سرم بس کنن، غذا بهش بده به جسمش، ولی اصلا بیدار نشه که باور کنه این جسمه، همون جوری بمونه 90 سال بذار بمونه، بعد 90 سال بیدارش کن، همون بچه است، هیچ تغییری نمیکنه. اما اینی که شما بهش میگی عقب مونده ذهنی، یکی از ادراکاتش چیزه، تازه اون بیان نمیتونه بکنه. کی گفته نمیفهمه؟ تو بیان چیزی که میفهمه قاصره، ولی میفهمه، ورودی داره، داره درک میکنه، محبت رو میفهمه، خیلی چیزای دیگر هم میفهمه، یعنی ورودی هست. بله تو بیانش ناقصه، مثلا طرف زبان نداره، لاله، این مفهومش نیست که نمیگیره، این داره میبینه، داره لمس میکنه، داره میشنوه، احساس میکنه، قوای احساسیش که مشکل نداره که، بیانش نمیتونه بکنه، برای همین رشد میکنه به همین میزان، به همین میزان رشد میکنه. اما اونی که شما میگید اگر رشد فقط به خاطر ماده باشه، وقتی طرف رو بیهوشش هم میکنیم، یعنی به دنیا آمد بیهوشش کنیم، نذاریم بفهمه که این تنه، یعنی به این یقین نشینه که من این تنه، بیهوشش کنیم، بهش غذا هم بدیم، یعنی چی میگن زیست گیاهی میگن چی میگن داشته باشه، یعنی بدنش کار کنه قشنگ، قلبش هم بزرگ میشه دیگه، بهش غذا بدیم ولی بیهوش باشه، 80 سالش که بشه هوشیارش بکنی، همونه، همون بچه یه روزه یه که به دنیا اومده. اگر مغز رشد بکنه، فهمش هم رشد میکنه، مغزش رشد کرده، مغزش الان 90 سالشه، اما اندازه 90 ساله میفهمه؟ نمیفهمه، اینجوری نیست. حالا البته من بحثی با چیز نه، من راجع به حرفی که خودم میزنم قرار شد جواب بدم دیگه، قرار نشد که اینجا جواب بدم. خب حبوط اصلا ربطی به جسم نداره، باور غلطه، بی نهایت خیال کرده محدوده، اون میشه حبوط. این تعریفی که ما گفتیم اینه. باور میکنه تنه، میگه مداد من دعوا میکنه با دیگران، ببرش مدرسه مدادش رو یکی بگیره باش دعوا میکنه، میگه این مال منه. عقب مونده ذهنی یعنی نیست که تعطیل کلن، هیچی ادراک نداره، بابا نمیتونه بیان کنه، محبت رو قشنگ میفهمه، یعنی دریافتش درسته، بیان چیزی که دریافت کرده نقص داره توش. حالا اگه تو دریافتم ناقصه، ما مثلا 100% قطع نیست، میفهمه، میگه چی میگم، این نیستش که کلن متوجه نیست، وگرنه شما برو کیف بچه‌ای که به خود خودتون میگید حالا اینا یه مثلا سندروم دانه، برو کیفش رو دستش بگیر، با تو دعوا میکنه، میگه کیف منه، حالا شاید زبون نداره همجوری صاف بگه کیف منه، بگی بالاخره به تو میفهمونه که این مال منه، سرمون دعوا میکنه، یعنی احساس ملکیت میکنه روش، گرسنش میشه میاد یقتو میگیره من گرسنمه، شاید نتونه صاف بگه من گرسنمه، داد و بیداد میکنه. الان بچه‌ای که لال مثلا به دنیا میاد گرسنش میشه چیکار میکنه؟ به در و دیوار میزنه به تو بفهمونه من گرسنمه.
من تشنمه، بعد محبت رو میتونه بفهمه، عصبانیت هم میفهمه، گریه میکنه، میخنده. چیه؟ چی وجود مادی ماست؟ شما داری میگی که عزیز من، شما میگی اصلا شما داری حرف خودتو نقض میکنی، شما میگی اینا به خاطر مغزه. میگم آقاشون مگه نمیگی به خاطر مغزشه؟ من مغزشو سالم نگه میدارم اما نمیذارم هوشیار بشه بفهمه من تنم، منو نمیذارم درش ایجاد بشه، ولی مغز سالم سالم بچه به دنیا اومده بیهوشش میکنیم. مغز که سالمه، خوبه، ورودی بهش نمیدم، ولی غذا بخوره فقط بیهوش باشه 50 سال بگذره، مغز رشد کرده دیگه، یه مغز 50 ساله است، ولی وقتی اینو هوشیار بکنی یه بچه یه ساله است. پس چرا تغییر نکرد؟ مغز که رشد کرده، اگه این مربوطه به مغزه اینم الان باید رشد کنه دیگه. نه ولش کن، یه سوال ولش کن اینا که من نه 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 اینجوری نه نه اصلا نه است. یه چیزی گوش کن، این مثال منو متوجه شدی؟ نه نه حالاشو ولش کن، اینو متوجه شدی؟ اینو که گفتمو آقا نه اجازه نمیدم، گوش کن، اینی که من گفتمو گرفتی؟ خب اینو روش فکر کن، هفته دیگه با هم صحبت کنیم، ولش کن آقا، بذار به خودت اجازه بده دیگه. آقا عزیز من یه دونم یه جا میکارن داداش، بهش آب میدم میذارم بمونه یه ماه. شما اصلا حرف من باهات میزنم که دارم با تو پینگ پونگ بازی میکنم، من به تو هرچی میگم میزنی تو زمین خودم، بذار یه دقیقه بخواب تو زمین، حالا یکیش به نفع من، ولش کن، چیزی نمی چیزی میشه. یه هفته به خودت وقت بده، خوبه؟ چون هر هفته میاد باهات کار دارم من، که حواسم از کی چی کار داره میکنه اینجا. گرفتی مطلبو؟ یه هفته به خودت وقت بده. خب چون قرارم است راجع به حرفای من صحبت کنیم دیگه، تمام آقا بلش کن که بسته. سلامت خودتون سوال دادی؟ نه اصلا هبوط یعنی باورتن پیش نداره که هبوط یعنی باورتن. ولی ببین بچه هبوطش کامل نیست، برای همین جهان یه پارچه میبینه، جدا نمیبینه، برای همین راحت میبخشه، مال خودش نمیدونه، اونو بهش نمیگم بخشش، ارزشی نداره، باعث کمال نیست. نه بچه‌ای که میبخشه بچه خوبیه، نه اونی که نمیبخشه بچه بدیه. تا تنو باور نکنه بخشش معنا نداره، اون هنوز هبوط نکرده کامل، اصلا مالک نمیدونه که بخواد حالا ببخشه یا نبخشه. شب دیدی اسباب بازی رو ول میکنه میاد میره میخوابه، اصلا مال خودش نمیدونه. شما ماشین تو خیابون ول میکنی بری خونتون؟ پس قبل از هبوط، حالا دوره هر کسی کوچیک و کوتاه و بلند داره دیگه، انسان سالها هبوط نکرده، حتی تو عرفانهاش بری بخونی جهان یه پارچه میدونسته. میگه چی میگم؟ چون هبوط نکرده بوده، اصلا خودش مالک نمیدونه، چون مالک نمیدونه اصلا شروع نمیشه اون رشد بی نهایته. گفتم به شما تو غریزه رشد کامل اتفاق نمیفته، چون زود از بین میره، گرسنه‌شو غذا میخوره سیر میشه دیگه نمیخواد، حالا که نمیخواد خواسته از بین میره، خواستش هم از بین میره. چرا انسان اومد بیرون از غریزه؟ برای رشد باید از غریزه بیاد بیرون، ملکو درست کرد، اول غذا میخواست برای لذت بردن، ملکو درست کرد، حالا اصلا دیگه لذت معنا نیست، میخواد، میخواد داشته باشه، داشتن براش مهمه دیگه، لذت معنا نمیده، یعنی از جسم اومد بیرون از غریزه، حالا میخواد مالک باشه. خوبه، حالا برای حفظ مالک، حالا یه روزی میخواست مالک مثلا چی باشه، چی میگه، املاک داشته باشه، حالا میخواد بر اشخاص ملکیت، مالکیت داشته باشه، رفت ملکو درست کرد. بعد از این تازه رشد شروع میشه، کمال تازه اینجا شروع اتفاق میفته، تازه انسان اینجا رشد میکنه. چرا؟ چون دیگه وارد بی‌نهایت، یعنی یک بی‌نهایت پذیری که یک استکاک بی‌نهایت براش به وجود اومد. توی غریزه استکاک ضعیفه، چون تا سیر بشیم تموم میشه استکاک. درسته من همه آب‌های جهان رو وقتی تشنم برای خودم میخوام، تو هم همه آب‌های جهان رو وقتی تشنی برای خودت میخوای، ولی وقتی سیر بشی اصلا به آب فکر نمی‌کنی، منم فکر نمی‌کنم، دعوا تموم میشه. یه جا باید بریم که دعوا ابدی باشه، که اون وقت اون ابدیت ما رشد بکنیم. برای همین شما هرچی انسان فرهیخته میبینید از بعد از این قصه میبینید، قبلش نمیبینید. خاطرم پیامبر اولیه اشتباه
چرا این سوال پرسیدی؟ خاطر اینکه شما گفتین تازه بعدش رشد شروع میشه، یعنی تازه بعد از اینکه مقاومت یعنی زمانی طول میکشه تا بعد تو بتونی تحمل کنی. آخه اولش اونا نیستن، جایی که پیامبر اومده امکان صعود و سقوط فراهم شده. اون اشتباهاتی که شده مثلا مثل جناب یونس سلام الله علیه که قرآن میگه ولا تکن کصاحب الحوت، اون برمیگرده به این که خب حالا انسان بی نهایته، این بی نهایت رفتن همش یه سره نیست که حالا همش داره میره بالا، نه یه جایی میاد پایین. میگه فنا داف الظلمات، ظلماتو کی درست کرده بود؟ خودش. ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. یا جناب موسی کلیم سلام الله علیه قتل انجام داده، بعد خودش میگه خدای من ظلم کردم به خودم. این سقوط اتفاق افتاده ولی این سقوط شده مقدمه سقوط. ببین بدی ها همونقدر که بدن میتونن خوب باشن، درسته؟ خیلی از ماها یه خلافی کردیم، نه این معنیش نیست که پس بریم خلاف کنیم ها، نه مفهومه. حالا من بدبختی حرف فارسی باید توضیح بدم، میدونی؟ این خیلی بیچارگیه که فارسی رو باید توضیح بدی. نگاه مثلا ما روی این منبره نشستیم ترویج بدی کنیم، حالا همین جمله بره بیرون گفت بدی ها انقدر هم فلان. آقا مرد حسابی، مگه من میشم روی مگه برای من منفعت داره تو بدی کنی؟ میگم اگه یکی بدی کرد نگه دیگه تموم شد، نه این میتونه مقدمه صعود باشه تا بی نهایت. قاتل بوده، آدم کشته. آقا حالا نشستن توجیه میکنن اون کسی که جناب موسی علیه السلام کشتش حکمش اعدام بود. خب حکمش اعدام علیه که حکمش اعدامه، شما تو خیابون میتونی بکشیش؟ کی گفته میتونی بکشیش؟ تازه اونجا مدنیت وجود داشته، حکومت بوده، قاضی بوده، دادگاه بوده، چی بوده، کی گفته میتونی بکشیش؟ بعدم اگه چون تازه اون که آدم نکشته بود، اون کسی که کشته شد به دست موسی، معلوم نیست آدم کشته باشه، داشت با یکی از بنی اسرائیل دعوا میکرد، ظالم بوده، نیستش که بشه حتما بکشیش. نه آقا، بله میتونه یک قاتل در ادامه زندگیش تبدیل بشه به یک پیامبر اولوالعزم، بله میشه. چرا نمیشه؟ شما انسان رو نمیشناسی که فکر میکنی اگه حالا یه بار قتل، اونم قتل سهوی بود، عمدی نبود که، سهوی بود. این نیستش که شما فکر کنی اگه یک انسانی سهوان یک قتلی انجام داد این دیگه تموم شد. کی میگه؟ همین قتل، همین تاریکی میتونه مقدمه بی نهایت رشد باشه. همین باعث شد فرار کنه از مصر، بعد بره بیفته به تور شعیب سلام الله علیه. قاتل رفت، پیامبر برگشت، اونم پیامبر اولوالعزم، معمولی نه، توی یه لول خیلی خاصی، توی یه رتبه خیلی بالایی. این انسانه، این انسانه که میتونه بی نهایت سقوط کنه و میتونه از بی نهایت سقوط یک لحظه بی نهایت سقوط کنه. هور کجاست؟ یعنی تو بی نهایت منفی، منفی بی نهایت، یه دفعه پرواز میکنه مثبت بی نهایت. این انسانه، این قدرت انسانه که میتونه اینجوریش اینقدر صعود کنه. همونجور که از بالا هم میشه اومد پایین ها، میشه بلعم با اورا باشی. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. داستان اونو بگو که به خودش معجزه دادیم، چی شد؟ هیچی بابا، میگه رها کرد و اخلد هلالر، بعد خالد در خودش شد. بله میتونه از ته جهنم بره بالای عرش، میتونه از بالای عرش بره ته جهنم. انسانه، اختیار داره، میتونه بی نهایت مثبت بره یا بی نهایت منفی بره. داستانش اینه. ولی این که تا هبوط کامل نشه، ببین اول هبوط کامل میشه میفتی تو دام غریزه، غریزه تو رو به حرکت وامی داره، نمیذاره تنها بشینی، چون بی نهایت خالی یعنی اگه یک بی نهایت وجود، یک انسان بود بی نهایت طلب، این باعث ساخته شدن نمیشه، استکاک میخواد، اون استکاک ساختن رو درست میکنه. این که من هستم بی نهایت طلب، تو هم هستی بی نهایت طلب، حالا یه دعوایی شکل میگیره، تو این دعوای ما ساختیم و ما 24 تو این دعوای ما،
اصلا از این دعوا نمیتونی بری بیرون، همینجا که نشستی تو این دعوایی. من یه سوالی کنم که هیچکی نکرده باشه، من یه جوابی بدم که هیچکی نداده باشه. من اینجوری نگاه کرد، من اینجوری نگاه کردم یعنی من فهمیدم. نه، من اینجوری نگاه کردم یعنی تو نمیفهمی. همین الان که اینجا نشستیم، فکر کردی همینجوری نشستی؟ یه آدم بیچاره و گوشه هیئت نشست رفت. نه، هیچ کی اینجا نشسته، هیچ کس هیچ جای جهان هیچ کس نشسته. انسان تو جنگه، چون جنگ تو بیرون اتفاق نمیفته که، جنگ تو صفته. اون چیزی که در من و تو داره با هم میجنگه صفت من و توه، بی نهایت طلبی من، بی نهایت طلبی تو. این که من همه رو میخوام برای خودم، این که تو همه رو میخوای برای خودت، این که من میخوام مالک همه چی باشم تو هم میخوای مالک همه چی باشی، جنگ اونجاست. جنگ تو درون ما اتفاق افتاده، بیرون خبری نه. الان تو صلح نشستیم، مگه الان ما تو صلح نشستیم؟ ظاهرا. اما در حقیقت چی؟ جنگ دست به یقین. دست سوال پرسیدن و جواب دادن داریم جنگ میکنیم با هم. ظاهرش اینه که پرسیدم جواب داد، این ظاهرشه. مثل معامله کردن دیگه، چرا با هم معامله میکنیم؟ چرا میخری؟ چرا میفروشی؟ اصلا چرا قانون خرید و فروش رو انسان گذاشت و چرا پذیرفتیم؟ ما این قانون رو پذیرفتیم. خیلی عجیبه. میخواد بر همه جهان مسلط بشه ولی توانش محدوده. یه قانونی گذاشته که اگه توانش نامحدود شد بتونه همه جهانو بگیره. طرف الان پول داره، میگه آقا من میخوام مثلا توییتر رو بخرم. نه که یه اکانت به من بدید، یه تیک آبی به من ویریفایش کن واسه من، نه، من همه‌شو میخوام، پولشو دارم، میخوام بخرم. آقا قانون نمیذاره، قانون رو یه جوری عوض کنید که بشه من بخرم. حالا تو فکر میکنی فقط اون داره میخره؟ نه، ما قانون رو گذاشتیم که اگه ما میخواستیم بتونیم ما بخریم. حالا که نمیتونیم، خواهد شاید تونستم، مگه ما مامانش متولد شد اینقدر پول داشت؟ خیال این که شاید یه روزی به یه قدرتی برسم بتونم بخرم باعث شده ما قانون خرید و فروش رو قبول کنیم. ما این قرارداد رو پذیرفتیم برای اینکه بتونیم دست کنیم تو جیب هم دیگه، ملک هم دیگه از زیر پای هم دیگه در داریم. اگه الان هم این کار رو نمی کنیم، قوانین نمیذارن، ملک نمیذاره، قراردادهای اجتماعی نمیذاره. شما قراردادهای اجتماعی رو به هم بزن. چه اتفاقی میفته؟ بعد اون وقت باید بیای آدم ها رو تماشا کنی. روسیه حمله کرده به اوکراین. اوکراین کشور اروپایی حساب میشه دیگه، درسته؟ و خیلی هم بالاخره ادعای چیز داریم تو جهان جدید، میگن آقا انسان دوستی، نمیدونم بشر دوستی، حقوق بشر فلان. خودش اصلا دادش بلنده که آی حقوق بشر، روسیه به من حمله کرد، درسته؟ ولی تو مرز دانشجوی سفید پوست و سیاه پوست رو فرق میذاره، برای اینکه میخواسته فرار کنه. آقا من سیاه پوست هم، اینجا دانشگاه شما داشتم درس میخوندم. ببین تا روز قبلی که روسیه حمله کنه به اوکراین، اگه کسی تو خیابون اوکراین به یه سیاه پوست میگفت بالا چشه دبرو، به پلیس میگفت، پلیس با کی برخورد میکرد؟ با اونی که به سیاه پوست تعرض کرده بود. ولی وقتی جنگ میشه دیگه چی میشه؟ قوانین اجتماعی، قراردادها چی میشه؟ میریزه. حالا سیاه پوست رو پشت مرز نگه میدارن، بعد از سرما میمیره، هیچ جام ثبت نمیشه، برایش که هم مهم نیست. قرارداد اجتماعی ریخته، تموم شد. ملک که اومده بود ملک رو حفظ بکنه از بین رفت. ملک کسی در امان نیست، اسلحه برمیدن میفتن به جون هم. من صدام سقوط کرد، وارد بغداد شدم، باید میمید ببینید چه خبره. هر کی باید که خورده حساب داشت تصفیه کرد. مگه اونهایی که به یه کمالی رسیده بودن نکردن این کار؟ یعنی اون چیزی که مانعشون شد خودشون شدن، و الا قوانین اجتماعی ریخته بود دیگه. من تو مینیبوس بغل طرف داشتم و بغداد میرفتم سمت یه شهری، بعد شهر مذهبی ناقرم است، بعد دست منو گذاشت رو کمرشم مسلحه،
گفت اسلحه لازمه الان دیگه، امنیت نیست. دوستمون توی یوگسلاوی بود، چی شد پاشید که بود محمد حسین جعفریان میگفت که ما رفتیم یکی همینم کجا بود، یوگسلاوی بود کجا بود، از هم چند قسمت شد. آره میگفت ما شب رفتیم اونجا، شب حکومت عوض شد، یعنی پاشید چیز شد، تجزیه شد. گفت حالا دیگه ما مدرک هیچی نداشتیم، مدرک یه جایی داشتیم که دیگه وجود نداشت. بعد میگفت بعد میدیدی چی کار میکردن با هم، دوماد طرف پدر زن رو کشته بود. بعد گفتم ما نژاد فلانیم، شما نژاد فلانی، تو تا دیروز دوماد این بودی، نه دیگه ریخ، دیگه قرار داده ریخ، حالا خودشو ببین، خود واقعیشو تماشا کن. این انسانه، ربطی به این که قلب اروپا یا نمیدونم وسط خاورمیانه یا چه میدونم آسیا غربی آسیا شرقی، ربطی به حرف نداره که. شما الان هر کجای جهان قرار داده بریزه، یکی از چیزایی که باعث شده آدم رو به هم تعرض نکنن قرار داده است دیگه، پلیسه، میگیرن میبرن میبندن میارن، تازه همه اینا هست، یارو اصلا هم داره میره تو مدرسه میزنه 19 تا دانش آموزو میکشه، اونم وسط آمریکا. همین پیروز کشته دیگه، رفته مدرسه ابتدایی زده 19 تا بچه رو کشته. حالا به این آدمی که 19 تا بچه رو کشته توان بده، چون پلیس زده کشتدش، حالا به این آدم توان بده نمیره اصلاً هم بهش بده، چند نفر رو میکشه؟ میگیدی داستانو مطلب چیه؟ آقا بیایم برگردیم بریم تو بحث خودمون. بسم الله الرحمن الرحیم. سردتونه؟ خاموش کن. آره حالا دیگه میخوای جا تو عوض کنی؟ آقا اون عقب جا باز میکنین آقا بشینه؟ همه انسان، آره آره، اصلا اصلا ببین میگم انسان، ما همه انسان ها قرارداد خرید و فروش رو قبول کردیم برای اینکه بتونیم یه روزی همه جهان رو بخریم. اصلا کسی که قدرت نداره نداریم، ما هم حواسش رو داریم، آدم ضعیف نداریم که. ما چرا میپذیریم؟ نه متضرره، چون الان تو ضعفه، به همین توان بده اونو میخوره، به همینی که الان تو ضعف داره ضرر میکنه توان بده اونو میخورش. به ظالما ظلم نکرده کسی تا حالا؟ قذافی رو که من نکشتم بدون محاکمه، مردم خودش کشتن. کسایی که بهشون ظلم کرده بود، حالا شاید مثلا جای دیگه کشتنشا که این حرف نزن، من اونشو نمیدونم، ولی حرفم به شما اینه، میخوام بگم قذافی عادلانه محاکمه شد؟ نه. حالا ظالم نبود؟ بله ظالم بود. ولی ما به ظالم میتونیم ظلم کنیم؟ نه نمیتونیم. ولی ظلم نمیکنین؟ چرا میکنین؟ تازه ملت رفتن قبر مادرش رو شکافتن، استخونای مامانه رو در آوردن تو میدون آتیش زدن. حالا مگه مادره توی جرم بچهش مقصر بوده؟ از کجا میدونین؟ پس اصلا ببین، من میخوام به شما بگم، شما نگاه نکن میگه آقای این یک گوشه نشسته بنده خود، کاری به کسی نداره، اصلا یه همچین موجودی نداری. اگه هست انسان نیست. انسان وقتی بی نهایت پذیره، بی نهایت طلبه، یعنی با تمام انسانهای دیگه چیه؟ در جنگ. تموم شد در. و حالا وقتی در جنگی حالا محدود میشینی میشه کمال. اصلا باید این بشه که بشه کمال شروع بشه، کمال از اینجا شروع میشه. بی نهایت پذیری که محدود میشینه، حالا این غذا رو نمیخوره، نه که این لقمه رو نمیخوره، این همه لقمه های جهان رو میخواد. حالا الان از همه لقمه جهان همین یه لقمه بهش رسیده و اینی که الان گرسنه است دشمنشه و این مطمئنه که این لقمه رو به این بده، این از این تشکر نمیکنه
و میدونه که بعدن این آدم ظالم به این آقایی که الان قدرت داره هیچ وقت رحم نخواهد کرد، با این حال از این لقمه میگذره. این فرضی که الان براتون آوردم، من از این فرض میتونم بی نهایت مدل براتون درست کنم، چون بی نهایت مسیر وجود داره. میگیرید؟ چون انسان بی نهایته دیگه، بی نهایت پذیره. من این مثال رو میتونم تا بی نهایت تکرارش بکنم، عوضش معادلات رو عوض کنم. چون شما یه احساسی دارید که مرز نداره، سقف نداره، هر کجاش وایسی، حالا کجای احساس وایساده؟ حالا اینی که از این لقمه گذشت مادر یا مادر نیست؟ مادر با چند درجه از محبت؟ حالا این درجه تا بی نهایت قابل تغییره. پس تا بی نهایت مثال وجود داره، پس تا بی نهایت کمال وجود داره. این یه حرف غلطی زده شده که آقا نخواهید. این دروغ، این حرف غلطه. یعنی چه نخواهید؟ اصلا نمیتونی نخوای. عداشو در آوردن یه عده، بعد کلا سر ما گذاشتن، ما باورم شد که فلانی نمیخواد. مگه میشه همچین دروغی رو باور کرد؟ که اگه نخواد ناقصه ها. انسان اینه که همش رو میخواد. حالا چون همش رو میخواد، با قدرت هم میخواد، حالا وقتی میگه نه، حد برای خودش میذاره، اینجا کمال شروع میشه. اینجا میشه فرمونو گرفتم، حرکت که با من نبود، غریزه منو حرکت داد، احساسات منو حرکت داد، این که دست من نبود، من حرکت کردم، اما فرمونو گرفتم، نذاشتم بره پایین، گرفتم رو به بالا، رفتم بالا. فرمون دست ماست که مثبت بریم یا منفی بریم. خب حالا بیایم تو بحث. ببین آقا، دعوا کجا اتفاق میفته؟ دعوا بیرون اتفاق میفته یا درون؟ دعوا تو درون اتفاق میفته، اصلا بیرون اتفاق. حالا یک مطلب مهم این وسط، من همین امروز مثلا بعد از زودی یه اتفاقی افتاده، نمیخوام بگم خیلی تلخه و این حرف، حالا اون بمونه، یه جنایتی یه جا اتفاق افتاده، بعد یکی از محارم من زنگ زده بود که آره فلانجا این اتفاق افتاده، یه اتفاق خیلی تلخی، فاجعه، یک جنایتی. بعد به من گفت که ببین، گفت ببین حسن، من همیشه فکر میکردم این چیزا تو فیلم هاست، اصلا باورم نمیشه یه آدم بتونی همچی جنایتی بکنه. بهش گفتم ما انسانیم، حالا فکر میکنیم مثلا سر چی بوده؟ ببین اشتباه اینه، طرف برید پرونده قتلا رو بخونید، مثلا قتل اتفاق افتاده سر چی؟ طرف داشته با پراید میرفته دنبال آدرس میگشته، نگاه میکرده به پلاک کوچه. حالا مثل منم شاید چشاش ضعیف بوده، من عینک نمیزدم قبلا رو منبر، چشام ضعیفه، آستیگماتم هست، میخواستم نگاه کنم مثلا ببینم این کیه، چشامو اینجوری میکنم ببینم این کیه، بعد میگفتم آقا این چقدر اخمو، این فلان فلان شده رو منبر همش اخم میکنه. من گفتم آقا عینک بزنم دیگه، مجبورشم اینجوری کنم ببینم کیه، اینجوری میکنم ببینم. مثلا طرف سوال میکرد، من اینجوری میکنم چهرهشو ببینم، بعد میگفتن آقا تو چی سوال میکنی، تو چرا میخوای بخوری یارو؟ والا من غذا خوردم قبلش، ولی خب چیزه، این ربطی اصلا به عصبانیت اینا نه، عصبانی هم میشم، اون که هیچ، اون که سر جاش، اون که هیچ، ولی این الان من دارم نگاش میکنم اینو، خب دیگه حالا عینک زدم اینجوری نمیکنم دیگه، اینجوری میکنم میگم آقا حرف نزن دیگه، سوال نمیخواد بکنی، هفته بعد میگه عصبانیت نداره که. مطلبو بگیر. بهش شما فکر میکنید فلان جنایت اتفاق افتاد، سر چی بود؟ مثلا میخواید سر یه چیز خیلی مهمی آدم بکشن؟ چون فکر میکنید جنگ تو بیرون اتفاق میفته، یعنی سر سفره ما دعوا داریم، اما جنگ اصلی تو سفره اتفاق نمیفته، تو خواست اتفاق میفته، نه تو خواسته. من با تو در جنگم تو صفت، حالا من کلمه محترمی براش گذاشتم، بهش میگم صفت، این باز نزدیکتره به ذهنها، حالا مفهوم صفت نیست کاملا، ولی حالا کلمه صفت کلمه خوبیه. من تو صفت با تو دعوا دارم، اصلا دعوا سر این خودکاره نیست، سر این مداده نیست، سر این قضایه نیست، سر این ملکه نیست، سر این حکومته نیست. بعضی فهم میکنن جنایت بزرگ باید سر یه چیز خیلی بزرگ باشه، آقا اصلا دعوا سر اون نیست. طرف پراید سوار شده، نگاه میکرده کوچه ها رو ببینه، اینجوری کرده چشش مثلا اینه، مثلا این کوچه چیه، دیدید که تابلو هم وسط درخت تابلو میذاره، اصلا نمیدونم این تابلو گوشه ما ببینیم دیگه، لامصب یه جا بذار ببینیم، لا درخت گذاشته نمیفهمیم کوچه چندمه. بعد اینجوری کرده
چهار دفعه هم سر کوچه بودم. گفته چرا اینجوری نگاه می‌کنی؟ اوه چرا نگاه می‌کنی؟ اصلا نفهمیده این بدبختی چی میگن اینا. داشته کوچه رو میدیده چنده رد شده. گفته فلان محله ما چاپ نگاه کردی به ما؟ فلان راه افتادم دنبالش با همه. آوردم پایین زدن شکمش مرد. بعد طرف میگه مرد حسابی یه نگاه بهت که تو دعوا کردی، بس یه نگاه نیست. من میگم اینجا قلمرو منه، نه اینجا، جهان. من توانم رسیده سر این کوچه، سلام نکن، سر این کوچه توانم رسیده کسی رد میشه به ما بی توجهی نکنه. چون به شما گفتم اول شما لذت رو میخواید، غریزه، بعد مالکیت رو میخواید، ملک، مفهوم ملک، بعد مفهوم ملک درست میشه. تا حالا مالک مکانها بود، حالا بر اشخاص میخواد حکومت بکنه. تا دیروز بر املاک دست درازی میکرد، امروز بر اشخاص میخواد حکومت بکنه. این نیست که یه نگاه کرد آقا یه نگاه چرا نگذشتی، نه، من تو صفت با این دعوا دارم. قلمرو منه چپ نگاه کردی؟ بعد میدونی من بی نهایت پذیرم؟ بعد میدونی از بی نهایت حالا یه سر کوچه به ما رسیده؟ بعد میدونی سر کوچه همون بی نهایت منه؟ پس جنگ مهمیه. حاضر یه نفر، حاضر هزار نفر رو بکشه. اگه نمیکشه میترسه از اعدام. اگه نمیکشه میدونه قراردادها نمیتوانش رو نداره، میدونه اونم میتونه با چاقو بزنه شکم این، وگرنه همه آدما رو دست پسه بذار جلوش سر همه رو میبره. اگه نمیکشه چون توانش محدوده. پس فکر نکنید دعواهای بزرگ باید سر مطالب بزرگ باشه، نه، سر یه دونه مداد میشه دعوا کرد. جنگ جهانی درست میشه فکر میکنی سر چی درست میشه؟ مثلا یه جمله میگه طرف، یه جمله، مثلا میگه نون نبود خب بیسکویت میخوردید. بعد مردم میگه اه ما نون نهاریم بخوریم، دختر پادشاه گفت فلان، اه میشه جنگ، جنگ میشه، بعد بعد میشه جنگ، یه دفعه میشه جنگ جهانی، یه دنیا میفتن به جونم به همدیگه زدن. نه اینکه اون فقط پادشاهه، منم تو اون پادشاهی هم، چون قبول کردم این پادشاهی رو. چرا قبول کردم قانون پادشاهی رو؟ که اگه شد یه وقت خودم بشینم جاش. طرف فکر میکنه یه نفر رئیس جمهوره. اصلا قانون ریاست جمهوری رو پذیرفتیم برای اینکه یه روز خودمون بشیم چی؟ رئیس جمهور. تموم شد رفت. حالا که خانم‌ها چرا میرن رأی میدن من نمیدونم چرا اونا میرن. خب شما که نمیتونید رئیس جمهور بشید. ها اینا امیدواره یه روزی یه ریکی پیدا شه رئیس جمهور، مثلا زنم بتونه بشه رئیس جمهور. مثلا آره، خب در دیگران ما پادشاه میشیم. انسان شناسی روزا اول گفتم تلاش میکنه مالک همه باشه، تا نمیتونه سری مطیع میشه. این اطاعت در از همون سلطه طلبی است. حالا میگه همه مطیع بشید، حالا در خیالش خودش حاکمه. یعنی دقیقاً 180 درجه دفعه میچرخه، ولی یه چیزه، یه صفته، میخواد مالک باشه. این یه نکته خیلی مهم بودا. جنایت‌های بزرگ اتفاق میفته سر مطالب کوچک، چون اصلاً اون مطلب موضوعیتی نداره. جنگ در کجا اتفاق افتاده؟ در صفت. جنگ از اینجا شروع شده، اون یه بهانه‌ای بوده که درگیر شدیم. پس فکر نکن که حتما آخ فلان جنایت باید بشود یه علت خیلی مهمی میخواد، نه، ممکنه سر یه خودکار آدم بکشیم. حالا اون بچه که رفته تو مدرسه همه رو بسته به رگبار، من نمیدونم چی کارش کردن یا چی بوده، دنبال چی بوده، دنبال یه چیز مخوف عجیب و غریب نگرد. یه وقت اونی سر کلاس معلم انداختش بیرون، بعد همه بچه هم بهش خندیدن، اینم رفته خونه اسلحه هست اونجا دیگه، بچه رو بردن همه راسته به رگبار. به همین سادگی، ساده بود، ساده است، به یه بی نهایت پذیر گفتی تو جنگ جهانیه. این میتونست جنگ جهانی راه بندازه. میگه کسی رو اگه تحقیر کردی از شرش در امان نیستی. میدونی شرش میتونه جهان رو بسوزونه. حالا من نمیدونم این راسته یا دروغه، ولی اگه دروغم هست راسته.
یعنی حقیقت داره. میگه هیتلر میدونی چرا این کارا رو کرد؟ رفت اعتراف کنه. نمیدونم با اون کسی که تو اون اتاق نشسته بود بهش گفت که این کارایی که تو کردی اینقدر باید بدی تا خدا ببخشه. گفت من ندارم، حالا بگو دفعه همینجوری ببخش. اونم ظاهرا قبول نکرده، گفته نه خیر خدا نمیبخشه. اینم تو عذاب وجدان بوده، میخواسته راحت شه ازش، هی گفته مثلا حالا به خدا بگو حالا این دفعه با ما راه بیاد، ما بعضمون خوب شد جبران میکنیم. گفته نه نمیشه، اصلا این کاری که تو کردی بخشه، اینقدر باید پول بدی تا بخشیده بشی. گفته یعنی نمیبخشه دیگه؟ گفته نه. گفته خب باشه، من یه کاری میکنم، تاریخ بنویسه. باشه منو نمیبخشی؟ بچه میاد دست کنه تو سالاد، میزنی رو دست بچه، بزرگتر نشستش تو برمیداری. بعد بهش میگی میدونی چیکار کردی؟ یک کلاهک هسته‌ای رو فعال کردی. نمیفهمه، میگه زدم رو دستش، حالا بچه هست دیگه. بچه هست؟ به یه بی نهایت پذیر گفتی نه، میدونی چی کارش کردی؟ شعله جنگ رو روشن کردی. شعله یعنی چی بهت میگم؟ یه 10 کیلو 34 مثلا الان دیگه چاشنیشو فعال کردی، یا مینه ضد تانک گذاشتی تو خونتون تا کی منفجر بشه. حالا ما بران بود مثلا تو این بحثا قرآن نخونیم، حالا بخونیم، حالا چیز اشکال نداره که، حالا دیگه انقدر هم دیگه. میگه اگر قرار بود با نتیجه اعمالتون روبرو بشید، احدی جنبنده ای در این عالم زنده نمیموند، چون نمیدونید چی کار میکنید. میدونید کلمه جهنم یعنی چی؟ جهنم به آتیشی میگن که انقدر گداخته شده دیگه شعله ازش رفته، یعنی خالص آتیش، دیگه کلمه دیگه ای نداشته براش بگه. حالا این کلمه همه مفهومو میرسونه من نمیدونم. و جی ایوم ازن به جهنم، ها جهنمو میرم میارم. مکانو میشه بدی بیاری؟ میشه نمیشه؟ مکانه که نمیشه بری بیاری. آیه 23 سوره فجر. میگه وجیع یوم اذن به جهنم. میگه
میرن جهنم رو میارن. مکان رو که نمیشه بیاری، میشه مثلا برو مشهد بیار قم، جهنمی رو میارن. چون اصلا جهنم جایی نیست غیر از خودت، اصلا وسیع تر از خودت مگه چیزی هست؟ تو رو داخل چیزی نمیندازن. جهنم جایی نیست که آدم رو توش میندازن، خود انسانه. آدم ها جهنمی میشن، کسی رو جهنم نمیبرن. حالا جهنم چیه؟ میگه آتشی که اونقدر گداخته شده، دودش، شعلش، همه چیش رفته شده، آتش محض. یعنی بی نهایت طلبی که به جنگ را افتاده، فرمون رو گرفته تو منفی بی نهایت. و حالا جذاب میدونید چیه؟ دعوا دو طرف میخواد. انسان با کسی میجنگه که به جنگش بیاد، درسته؟ آیاتی که راجع به جهنمه بخونی، جهنمی ها تو جهنم با هم مشغول دعوان، اما راجع به بهش چی میگه؟ ادخلوها به سلام، به سلام. میگه جایی که دعوا نیست، کسی به نفع یه کسی بر نمیخیزه. اما جهنم چیه؟ توش دعواست، به نفع همدیگه برخواستند. جهنم میشه چی؟ نفع دیگران. خیلی ساده میگیریش، ولی جنگ جهانی. به یه کسی که در نفع دیگرانه قدرت بی نهایت بده، ببین چی کار میکنه. چی؟ دلیل محکم برای چی؟ دلیل محکم برای اینکه انتخاب بعد رو نکنیم، انتخاب خوب. یه دلیل برای چه دلیل؟ ها ها ها، میدونم، آره، آفرین، میگم حالا. خب باشه، خب حالا نرسیده وقتش که. آقا این خیلی حرف مهمیه ها، این حرف مهمیه ها، که جهنم کی شروع میشه؟ اصلا یعنی چی؟ یعنی نفی دیگران، منتها نفی کسی که به نفی تو برخواسته ها. یعنی دو طرف داره، دو طرف داره. وگرنه آقا اومده به جنگ من چیزی نمیخوام، کی من با تو دعوا میشه؟ وقتی تو میخوای منم میخوام، وقتی من نخوام دعوا داریم مال تو، دعوا اتفاق نمیفته. آقا همش مال تو، نمیخوام من هیچی نمیخوام. مگه تو همه آقا الان یه غذا بیار اینجا، من نمیخوام غذا رو، شما میخوای غذا رو، دعوا میشه، میای وام داری میخوری دیگه، دعوا نمیشه. اصلا من گفتم آقا تو باید غذا رو لقمه کنی بذاری دهن من، باشه به من لقمه کنم دهن دیگه، چیکار کنم برات؟ هر کاری میگی بگو، بگو انجام بده. گفت لاته رسید به حاج آقا، گفت حاج آقا خدمت ما نمیرسی. گفت والا شما که مسجد نمیای، ما هم که قهوه خونه نمیایم، کجا خدمت شما برسیم؟ بفرمایید ما در خدمتیم، دعوا نداریم. شب ریخته از پشت گفته در نزنید، از دیوار بدید بالا. از دیوار ریختن بالا، ریختن، گفته هر جوری بود همون جوری بیاریدش. بعد مثلا امام صادق میدید که بهش میگن شیخ الائمه، پیرمرد بوده، تنها امامی که سن مثلا طولانی تر نسبت به بقیه، مثلا سنش مقدار بالاتر بقیه، بقیه همین تو جوونی دادن. بعد حضرت مثلا داره نماز میخونه، حالا عرب اون موقع بد میدونسته که سر برهنه باشه، باید میپوشونده سر رو. بعد مثلا گفتن همون جوری که هست، مثلا کفشش هم پاش نکنه. حالا کفش که مثل ما نبوده، کتونی بند و فلان، حالا همونه، همون جوری که هست بیاریدش. چی مثلا میخوای قدرت نمایی کنی؟ بعد حضرت رو میابودن سوار اسب هم نشه، میجوری بعد میدوندنش، حضرت میابودنش اونجا. بعد میشستن اونجا، اینم نشسته بود پا بساط و پشتش هم لشکر وای میسوند و میشست پشت جرار حضرت رو میابودن اونجا میذاشتن میخورد و آه چه خبر مخلص شما سلامت باشه. هیچیش. خب حالا این وقتی میخوای هر کار میخوای بکن بکن، خب بکن چی شد؟ اون با تو در جنگ نیست.
اصلا حکومت تو مال اون نیست، به دردمون نمیخوره. حضرت به یکیشون گفت ببین یادت زمان بنی امیه، بنی امیه که خب معلومه با ما چیکار کردن، یه فقره کارشون با ما همون کاری بوده که تو کربلا کردن، که تمام خلاصه زدن لتوپار کردن تمام اقوام منو، کشتن زن و بچه‌مون هم اسیر کردن بردن، کتک هم زدن، چه میدونم تورام بچه کشتن، هزار بلا هم سرشون آوردن. خب تکلیف بنی امیه با ما معلومه. حضرت بهش گفت یادته زمان بنی امیه میومدی پیش من میگفتی بیا کمک کنیم که اینا رو خلاصه کله پا کنیم، من به تو کمک کردم؟ گفت نه. آقا فهمو تو چرا فکر میکنی من میخوام تو رو بر مثلا کله پات کنم؟ من تو براندازی بنی امیه با تو همکاری نکردم، چرا باید تو که بنی لباسی تو رو بزنم زمین؟ چرا این فکر رو میکنی؟ اصلا امامت ما دوتا با هم، تو دنبال جسم افرادی، من دنبال روح، از فرق من بر قلب حکومت میکنم. تو گو انت امام الجسوم و نحن امام القلوب، گو من با قلب کار دارم تو با جسم کار داری، اصلا ما با هم دعوا نداریم. دعوا کی اتفاق میفته؟ وقتی منم شمشیر بردم آقا منم میخوام، آقا این گوشش هم مال من. اگه یک کسی گفت این گوشش مال من یعنی چی؟ یعنی همش رو میخوام، زورم نمیرسه میگم حالا اینجاشو بده به من. میدونید جهنم کی درست میشه؟ وقتی من میخوام تو هم میخوای، حالا دعوا شروع شد. حالا اگه یه طرف نخواد چی؟ نه دیگه، برو جهنم رو یه جا دیگه درست کن، با من نمیتونی، از من نمیتونی جهنم درست کن، چون من مثل تو نمیشم. گفت اگر تو دست دراز کنی برای کشتن من دست دراز نمی کنم برای کشتن تو، یعنی در ساختن جهنم با تو همکاری نمی کنم. این اولین درس قرآن ها، وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بالحق، داستان فرزندان آدم رو براشون تعریف، از قربا قربانن فتقبل من آدم، از یکی قبول شد از یکی قبول نشد، اون که ازش قبول نشده بود چی گفت؟ گفت لاقتلن نکه، یعنی شک نکن میکشمت. این بهش گفت ببین خدا قبول نمیکنه مگر از متقین، یعنی ایراد از من نبود، ایراد تو خودته. بعد گفت داداش دست دراز کنی برای کشتن من دست دراز نمیکنم برای کشتن تو، یعنی در ساخت جهنم با تو همکاری نمی کنم، برو یکی دیگر پیدا کن. نه، تن به ظلم نده، شبیه ظالم نشو، چون تن به ظلم دادن یعنی شبیه ظالم شدن. نه من دفاع منطقی مشکل نداره، اونم غافلگیرانه کشتش، بحث دفاع منطقی نیست، بحث این که من مثل تو نمیشم حتی در مقام دفاع. قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، فقط با کسی میجنگی که به جنگت اومده، سری میگه ولا تعتدوا، آها حتی در مقام دفاع تعدی زیاده روی نکن. ان الله لا يحب المعتدين. بله اگه کسی فکر کنه همه چی تو این دنیاست، خیلی عالم مسخره ایه، پر از ظلم و بی‌عدالتی و تموم میشه. نه اونش کشتم نشی، دنیای بدیه، چون شما به دنیا میای بابات میلیاردره، میلیاردها تومن به درس میرسه، من بابام فقیر بدهیش برام میمونه، حتی من بابام فقیر نیست دارم، مثال دارم میگم، امیدوارم بابا شما البته پولدار باشه، چون بابا من طلب داره که بدهی نداره الحمدلله. میگیدی چی عرض میکنم؟ خب اگه دنیا فقط همه چی دنیا باشه که خیلی جای مسخره ایه، اصلا جای قشنگی نیست، اصلا حال به هم زنه. نه اتفاقا این راه زنه،
اتفاقا میگیم فرض کن همه چی این دنیاست، ببخش، کمال اینه که فکر کنی همش همینه و ببخشی، این میشه کمال. باشه، چی سخته؟ بخشیدن برای همین کماله. خیر و رمول احمد ها، بهترینش سخترینش، برای همین کماله. اگه آسون بود که کمال بود. آه عرفه بمونه. خیلی این دو تا نکته رو امروز بهش دقت کنیم. من دیدم بعضی دوستان میگن آقا این چرا بحث تموم نمیشه. آقا تموم نمیشه عزیزم، تموم نمیشه دیگه. آخه این بحث هر دفعه میگم یه زل ایش معلوم میشه. میدونی عجله نکنید، عجله نکن. این حرفی که الان زدم حرف مهمیه، بهش فکر کن، خیلی حرف مهمیه. جهنم کجا درست میشه؟ بی نهایت طلبی که به جنگ دیگران رفته، به نفی دیگران رفته، و یه ادم مثل خودش روبروش بلند میشن، با هم جهنم رو میسازن، و بعد براش کلمه کم دارم. آقا الان انسان توانش محدوده دیگه، در عالم دنیاست دیگه، توان محدوده، درسته؟ توان ظاهری رو میگم، توان ظاهریش محدوده. جنگ اتمی رو انداخته، بمب اتم ساخته، یه دکمه زده 100,000 نفر رو نابود کرده. تو بهش قدرت بده تمام عالم رو نابود میکنه. فیلم ساخته رفته تو کودکی خودش، برگشته به زمان گذشته، تو کودکی خودش خودشو کشته. آقا فیلمه عزیزم، خواستشه. این میخواد بگه ببین من اگه بیفتم رو دندش حاضرم همه چیز رو ببین ببرم، همه چیزو. این جمله‌ای که پوتین گفته بود، روسیه اگه نباشه جهان میخوام نباشه، این جمله فقط مال اون نیست، همه همینو میگیم. گفته بود تو جهانی که روسیه نباشه میخوام هیچی نباشه، یعنی بمب اتم، یعنی اگه قرار باشه ما میزنیم دیگه. حالا مفهوم شبته ما روسیه خودشا، وگرنه تو نباشی روسیه میمونه. خب تو نباش بس اگه راست میگی، ولی روسیه چیه؟ روسیه یعنی خودم، یعنی پوتین. هممون روسیه داریم، ما روسیه همون خودمونیم. حالا اون رسیده به قدرت ظاهری، ما نرسیدیم. حالا شما یک انسان رو توانش رو بی نهایت کن. خب ببین تو دنیا چون جسم ماده است محدود دیگه، توان محدود، خسته میشه، مایچت میخوای شب بخوابی فلا اینا. حالا از این عالم ماده بیا بیرون، دیگه خستگی معنا نداره، زمان دیگه معنا نداره، هیچی نیست دیگه. تو یا صفت، جنگم که در صفت اتفاق میفته. حالا کسی که دو صفت به نفع دیگران برمیخیزد و بی نهایتش کن، قدرت بی نهایت بهش بده، چیکار میکنه؟ من دارم میگم کلمه جهنم کلمه کمیه واسه این حال، منتها دیگه کلمه دیگه نبوده بگه چی باید میگفته دیگه. گفته ذات خود آتش که فقط میخواد بسوزونه دیگه، دود و هیچی هم نداره، هیچی، اصل آتیشه. کلمه دیگه نداشته براش بگه، و این کلمه کمه براش. انسانی که به نفع دیگران بلند میشه، اگه توانش بی نهایت بشه، تصور نمیتونی بکنی چی کار میکنه. این که حالا لوله رو بزنی تو اگزوز ماشین، بزنی پشت اتاق، زن و مرد اون تو خفه بکنی بکشی، این که کار زیادی نیستش که. نه، بهش قدرت بده هزاران هزار بار به هزاران روش مختلفی که رو میکشه. وقتی همه چی رو برای خودش میخواد، کارایی میکنه که به مخیلت هم نمیاد. نه کارایی میکنه، کارایی میکنیم که تصورش هم نمی کردیم خودمون. میبینه میگه فلانی مثلا آدم کشته، اینجوری کرده، اونجوری کرده، میبینم تیکه پارش کرده برده گذاشته سطل آشغالی فلان، عجب آدم عوضی فلان فلان شده. مثلا فهم میکنی من و تو نمیتونیم اینجوری باشیم؟ چرا فکر میکنی نمیتونیم اینجوری باشیم؟ مثلا قبلش کاری میکرده؟ بر سیسای عابد، این داستان شاید اصلا افسانه است، شاید اسطوره است، اصلا شاید دروغه، ولی راست، حقیقت داره.
بابا یارو مستجاب و دعوه بود. الان اگه کسی مستجاب و دعوه باشه چه دکونی میزنه ها. مردم مریض میووردن تو معبدش، این شب نماز میخونه عبادت، نه نماز مثل ماها عبادت، عبادت میکرد به روش خودش به دین خودش، صبح همه خوب میشدن. این آدم، این آدم دختر پادشاه آوردن، کور مادرزاد بود، یعنی این سفیدیه نبود تو چشاش، خالی بود، گذاشتش اونجا. وی آی پی هم نداشت، آدمی بود که همه رو به یه چش نگاه میکرد، گفتم برو مریضا بخواب و رفتن. بچه شاه رفت، این هم تا صبح عبادت کرد و صبح همه خوب شدن، اومدن دنبالشون رفتن. بچه های شاه هم دنبالش غلطی بودن، دیرتر اومدن. این دختره خوب شده بود، به اینم اعتمادش برسیسای عابده دیگه، این باعث شفای من شده، اومد کنار این نشست. آقا این خوشش اومد دختره، دست درازی کرد. خب بیشور، خب وایسا مثلا صبر کن، مثلا برو خواستگاریش کن. پادشاه به برسیسا به دختر نمیده، برای قدرت طلبیش هم که شده دختر بهش میده. منتها نه، تحمل نمی کنم. من همه، تو که یکی، من همه دخترای جهان رو میخوام. دست درازی کرد، بعدم پشیمون شد. چون حالا مثلا یه کودک تو جلسه نشسته، من دارم داستانو براتون دیگه چیزی تعریف کنم. بعد آقا این چیز شد، پرواز کرد رفت. بچهای پادشاه اومدن گفتن آبجیمون کو، گفت رفته دیگه، خوب شده رفته دیگه. اونم گفتن راست میگه دیگه، جناب اصلا ممنونی. رفتن بیرون بگردن اینا هم پرواز کرده، مثلا رفته دیدن ای پرواز کرده رفته یه دنیای دیگه. اومدن سراغ برسیسا، گفتن تو پروازش دادی فلان فلان شده. خب قدیم هم دار زدن اینجوری نبود که یارو خفه کنن، میبستن بالای چیزی اینجا همجوری بمونه تا خودش پرواز کنه. دو سه روز یه هفته آویزونش کرده بودن اونجا پرواز کنه، این تشنه شده بود، آبم که خبری نبود، کسی آب بهش نمیداد، همه لعنش میکردن. تا دیروز خاک معبدش رو میبردن شفا، امروز داشتن توف میداختن بهش. بعد میگه که یکی یه شیطونی اومد بهش گفت میخوای آب بدم؟ اونا گفت آره تشنمه اینا دیگه، دارم پرواز میکنم، لحظات آخر اینا. گفت یه سجده به ما بکن، این همه برای خدا سجده کردیم، یه قطره آب بد ند، سجده کن ما یه لیوان آب بدی. گفت من که نمیتونم این بالا سجده کنم. گفت همین کلتم بیاری پایین قبوله. میگه برسیسا کلاش رو برد پایین، مرد، پرواز کرد، حواسم نبود. میگیری مطلبو؟ اینجوری که شما نگاه میکنید اون بچه فهمید شما متوجه نشید. باز دارم همینو میگم، میگم بله میشه از بی نهایت میشه سقوط کنی بی نهایت منفی. انسانه، انسانه، نه عزیز من، انسان این قدرت رو داره که از مثبت بی نهایت بره منفی بی نهایت، از منفی بی نهایت بره مثبت بی نهایت. بله سقوط، سقوط نمیشه گفت از اول همین. نه 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 نه، اون راجب شیطانه، این فهم کن، اون راجبش، اون اصلا سقوطی نکرده بود، اون تهش بود خیال سقوط داشت، این مستجاب و دعوه بود، دعا میگه خوب میشده. شم نه، سابقهش خوب بود ولی صفتش نه. نه اون که خدا اجابت کرد. خب باشه، این یکی هم خدا اجابت کرد. خب باشه، چه حرفی، بلد شده چجوری دعا کنه، شیطونم بلده چجوری دعا کنه، بلد نیست. کاری کرده که توی طواف کعبه شوط هفتم خدا رو میگه اینجوری صدا کن، ای مستجاب کننده دعای شیطان. خیلی بلد بوده، ما اندازه شیطان خدا رو قبول نداریم، چون به خدا گفت به من مهلت بده، یعنی میدونست که اجابت میشه. ما داریم دعا میکنیم به زبان حال، داریم میگیم عمرن نمیشه، خدا این مشکلات رو حل کن، ولی خب نمیتونیم کردیم. مگه حال نیست؟ ما حالمون میگه خدا نیست، ما حداقل خدا رو قبول داشت و بعد ازش درخواست کرد و میدونست تسلط به سینه‌اش نمیزنه. بله خدا دعای شیطان رو هم مستجاب میکنه. منتها آدمی که داره این صحنه رو میبینه با چشش، استجابت دعا رو میبینه،
این آدم سقوط کرده. اصلا کمال واسه خودش نیست. حرف شما درست، اگه دقت کنی به حرفی که دارم میزنم، میگم اصلا حرف شما درست، خب کمالی نیست واسه این که مستجاب الدعوه است، ولی داره میبینه این صحنه ها رو، داره میبینه که کور مادرزاد شفا گرفت، این که داری میبینی پس خدایی هست، حالا چرا دست دراز میکنی بهش، چرا پروازش میدی بچه رو، میگیدی؟ چرا؟ حالا این که من میگم دعوا، دعوا در خواسته، اصلا بیرون نشون نمیده. بعضیا نشستن ظاهرش نشسته داره میجنگه. بهش میگی فلان فلان چی اینجوری، میگه بله بله شما درست میگید. این یعنی ببین تو که سهل، پدر جدت هم داره حرف مفت میزنه. ظاهرش اینه که نشسته، این نشسته این داره جنگ میکنه. این داره با سکوتش جنگ، سکوت یه وقتی جنگه. نه از درون اگه تو در جنگ نباشی برای تو جنگ اتفاق نمیفته. بهش گفت وای اون که ظاهریه، دارم در حقیقت رو میگم، من با تو نمی جنگم. شما 10 تا آقا تو کربلا امام حسین و عمر صد نمی جنگیدن که، شمر و عمر صد داشتن می جنگیدن. حقیقت اینه. شنید که این اگه الان اینجا موفق بشه حکومت بهش میدن. شم گفت میرم تو کربلا یه کاری میکنم عمر صد از چش بیفته. دعوا بین عمر صد و امام حسین نیست، دعوا بین شمر و عمر صد، دعوا بین ابن زیاد و عمر صد. اینا سر حکومت رفتن جنگیدن با امام حسین، حضرت که با اینا جنگی نداشت. به خانم حضرت زینب گفت که آقا یه بهش گفت داداش چه خبره، اون ضرب المثل عربی رو براش گفت، گفت ببین اگه مرغی هست تو عرب بهش میگن قطا، اینا شکارچی ها میرن تو لونش تله براش میذارن. گفت لو ترک القتال نام، گفت آقا اگه رهاش کنم میره میخوابه، من تو لونه حیواناتم برم مخفیشم اینا میان سراغ من، من که جنگ ندارم اینا جنگ دارن. بعدم جنگشون با من نیست، جنگ با خودشونه، سر رسیدن به حکومت، سر رسیدن به مطامع دنیا. اسب تازونده بر جنازه اومده میگه جایزه بده، پس این با امام حسین چی جنگ؟ امام حسین با این جنگ نداره، این دنبال پوله. یزید هم همین بود، یزید هم حکومت بیشتر میخواست، قلمروی بالاتر میخواست. امام حسین که با یزید جنگ نداره که، یزید داره میجنگه، من که جنگ ندارم با تو. امام حسین نیست طرفش، نه بقیه کسایی که دنیا دستشونه. نه اینا که مدعیه، ربطی به حرفا نداره، اینا مال همین چیزایی که میگن. نه داستان یه چیز دیگه است. ببین دنیا طلب متوهمه، یزید داره با خودش میجنگه نه با امام حسین، با توهم خودش از امام حسین. ببین دنیا طلب متوهمه، چجوری؟ نه فکر میکنه همه میخوان مالشو بگیرن، همه رو دشمن میبینه، در اصل داره با خیال خودش میجنگه نه با اون. یزید داره با خودش میجنگه، با تصور خودش از امام حسین. امام حسین که نیست که اون وسط، وگرنه نامه ابن زیاد هست به عمر صد هست به ابن زیاد، گفت خدا خواست بین مسلمین جنگ نشه، حسین قبول کرده، میگه تو لشکرتو رها کن منم لشکرمو رها میکنم، با هم میریم پیش یزید هرچی شد. چرا ابن زیاد قبول نکرد؟ چرا شمر رو فرستاد؟ چرا شمر رفت؟ میگه ما جایزه میخوایم، حسین بره اونجا که جایزه تو کار نیستش که. نه باشه، خب میشه دو طرف، نمیشه یه طرف، میشه دو طرف، توهم خودش میشه. شما مانور ندیدی تا حالا؟ با دشمن فرضی میجنگن کشتن میدن، میدونستی؟ کشتن میدن. باشه دو طرف میخواد، دو طرف لازم نیستی که منظور یه آدم دیگه باشه، با تصور خودش داره میجنگه، مشکلی نیست. اینه که دو نفر رو داره، یعنی داره یک دیگه، ببین کسی باش نجنگیده داره با حریف خیالی میجنگه. باشه بالاخره داره با یکی استکاک میکنه دیگه، اون حریف خیالیه با این داره استکاک میکنه، با خودش داره میجنگه، کسی نیست. وگرنه امام حسین که حاضر به جنگ نیست که، میگه من کاری با شما ندارم. بهش گفت آقا منو رها کنید، من میرم تو دوردست‌ها لب مرز، کاری هم با شما ندارم. چرا قبول نکردم؟ مگه دروغ میگه؟ مگه از امام حسین دروغ شنیدم؟ اون ابو هرس کیه؟ تو مسیر مکه به کربلا دیدش، به حضرت گفت وسط بیابون، اون طرفدار بنی امیه بود،
متلک گفت به حضرت، گفت که ها وسط بیابون چیکار میکنی پسر رسول خدا، اونجا چیکار میکنی؟ حضرت بهش گفت آقا اموالمو بردن سکوت کردم، آبرومو بردن سکوت کردم، میخواستم بکشم فرار کردم. نه که فرار کردم این ترسیدم از جونم، من که جون که ترس نداره که، نه من میخوام تو گناهکار نشی، ولی خب وایم نمیستم سرمو ببری که. این متلک گفت به حضرت که یعنی اینجا چیکار میکنی؟ یعنی ها دنبال دنیای دیگه الان وسط بیابونی دیگه، وگرنه خب چرا تو مدینه نموندی؟ حضرتم جوابشو داد، میگن سوال مقدر رو جواب بده، یعنی حقیقت سوالش رو بهش جواب داد. اون نمیخواست بگه تو اینجا چیکار میکنی، اون حرفش این بود که تو دنبال حکومتی، ببین خودتو آواره کردی. حضرت بهش گفت عزیزم من تو مدینه بودم، خب اموال منو بردن مصادره کردن گرفتن ازم، آبرومو بردن رو منبره فحش بهم دادن، میخواستن بکشنم فرار کردم، خب واسه منو بکشن؟ نه که من فرار میکنم از تباز اینو بگم صبح دوباره قیام نکنید علیه من. حضرت که معلومه که نمیترسه از مرگ، میگه نه عزیز من نمیخوام تو قاتل من بشی. شب عاشورام رفت تیغای دور خیمه رو میکند، آره حاج آقا میکند به پا بچه‌هاش نره، میکند که گناه رفتن این تیغا به پای بچه‌هاش با کوفیا نوشته نشه. من نمیخوام تو بار تو سنگین بشه عزیزم، من نمیخوام تو گناهکار بشی، تو منو دوست نداری، من که عاشقتم، من از اعمال تو بیزارم، وجود تو رو که دوست دارم، خلق تو که خدا خلق کرده، خلقت بده، خلقت رو درست کن، خلقت که خوبه که، احسن کل شیء خلقه، خدا چیز بد خلق نکرده، همه چیز رو تو بهترین شکل خودش خلق کرده، اون خلق توه که تو رو از ما جدا کرده، من از خلق تو بیزارم، من خلقت که بیزار نیستم که، برای همین دستت هم میگیرم، کمکت هم میکنم. بیعت کسی نمیخواست ازش، اصلا موضوع بیعت نیست. یه سوال از شما میکنم، امام حسن مگه بیعت نکرد؟ چرا کشتنش؟ قطعا میکشتنش، اون توهم زده، اون اصلا به بیعت کار، حالا اگه بیعت بکنه میدونی چجوری میکشنش؟ ترورش میکنن، میندازن گردن مخالفا، حالا به بهانه امام حسین مخالفاشون هم میکشن. حضرت میگه من خونمو که نمیدم دست شما باش آدم بکشید، مگر نه مگه امام مجتبی بیعت نکرد؟ حکومت آماده رو داد به معاویه دیگه، گفت آقا بیا این حکومت مال تو، این عهدنامه رو امضا کن، اونم امضا کرد، بعدم که گفت پام رو عهدنامه است، عملم نکرد به عهدنامه، چون قرار بود برای خودش وصی تعیین نکنه، درسته مسلمان‌ها یکی رو انتخاب کنه، ولی انتخاب که حالا خودش میدونه دیگه، ولی حضرت مجتبی مگه حکومت رو نداد به اینا؟ پس چرا کشتنش؟ ترورش کردن دیگه. جعده چرا مسموم کرد امام مجتبی رو؟ اصلا به بیعت تو کاری؟ میگم امام صادق رفته به طرف میگه عزیز من شما یادت نیست اومدی به من گفتی بیا بنی امیه رو براندازی کنی، من بهت کمک کردم؟ گفت نه. گفت برای چی باید شما رو براندازی کنم؟ تو که بنی العباسی، عباس عموی پیامبر، این بچه عموی پیامبر. و بابا بنی امیه که تو کربلا زدن جد منو کشتن، من تو براندازی به تو کمک نکردم، چرا باید من تو نخ براندازی حکومت تو باشم؟ قبول کردن از امام صادق؟ شبونه میرختن تو خونه حضرت میکشوندن دنبال اسب میبردن پیر مردو، نمیذاش عبا برداره، نمیذاش عصا برداره، نمیذاش کفش پاش کنه، نمیذاش یه چه میدونم یه ردایی ببنده به سرش، میکشیدن میبردنش، اونم مست اونجا مست میشه جلوی حضرت مشروب تعارف هم میکرد. امام صادق گفت بخواید مثلا تو دنبال چی میگردی؟ میرفتن خونه حضرت رو میگشتن، بودن داره اسلحه جمع میکنه، میگشتن میدن آقا یه دونه اینجا یه دونه خنجرم پیدا نشد، تشم کشتن حضرت رو، خونش آتیش زدن، میدونی خونه امام صادق آتیش زدن، چون تنها چرا با دیگران هم میکردن، حالا اوناش که سیاچالاشون پر بود، ائمه رو میدونستن که اینا میدونستن اینا لایق حکومت کردنن، میگفتن خب اینا میان از ما میگیرن. چی؟ باشه توهمشه، حضرت که نمیاد حکومت عظیم بگیره که، آخه روش اهل بیت تو حکومت که با روش اینا فرق میکنه که،
آدماشون هم به درد اهل بیت نمیخوام. مثلا شما فرض کن مثلا یزید رو برداره امام حسین بذاره، امام حسین با کی کار کنه؟ یزید میمونش مرد، عزای عمومی اعلام کرد، تمام کشور عزاداری کردن برای میمون یزید. حالا الان یه عده میگه چه آدم خوبی بوده میمون رو، چی میگه؟ بله همین آدم خوب کلی آدم کشت. مثلا چیکار کرد؟ مثلا مدینه رو به سربازاش حلال کرد، ریختن اونجوری، هر کی کشتن، هر زنی هم گرفتن، هر کاری خواستن کردن. بس اینه که آقا این آدم توهم، دنیا طلب، متوهمه، فهم کنه هم مثلا یه ماشین خریده، حالا بچه همسایی ها چش ندارن ما رو ببینن. بابا اصلا همسایی ها نمیبینن عزیز من، اصلا نمیبینن. داداش تو فکر میکنی همسایی ها چش ندارن؟ حالا یه کسی هم یه خط رو ماشین این بندازه، به تمام عالم شک میکنه. با بچه‌ن من ماشین گذاشته بودم خونه، توی این مجتمع یه جایی زندگی میکردم، بچه اومده بودن قشنگ نقاشی کشیدن رو ماشین، مال من نبود، حالا دیگه مال اون بنده خدا که بود دیگه. اونم یادم میبش گفتم یا نه، چون الان لایوو میبینه بگم بعد میفهمه. اون خط کشیده بودن روش، من رفتم تو ماشین نشستم دیدم جا پا بچه اینجوری هست، اینجوری پا برهنه رفته بالای سقف هست. ماشین بزرگ بود، خوششون اومده بود، قشنگ نقاشی کرده بودن رو ماشین. دادم حالا چش ندارم ما رو ببینن، باباش بهش گفته این کارو بکن. نه آقا بچه‌س اومده ماشین ریس کرده، خوشش اومده، ماشین گندست رفته روش سوار شده بودن. و بعد فهمیدم بچه خودم هم لیدر بوده، لیدر تور بوده، همه جای ماشین نشون داده بود بهشون، سقف ماشین مثلا ابالا، چون کلید نداشته ابالا بهشون نشون داده. خودم ببینیم مثلا اینجا شیشه داره اینا، رفتم پا به دردم رو ماشین و از اول تا آخر خط خطی کردم. خب بچه‌ن دیگه، ولی توهم بزنم چی میشه؟ فلان فلان شده، این باباش بهش گفته خط بنداز روش، فلان چیکار کن. بابا یارو اصلا نبوده، بدبخت ماشین رو ببینه که حالا بعد حالا طمع کنه، حالا بعد دیگه خط بنده. ولی دنیا طلب متوهمه، همه رو دشمن خودش میده. بابا یارو زده باباشو کشته شده پادشاه، داداشش رو داد تیکه، همین مأمون داد داداشش رو تیکه پاره کرده، داداش خودش رو داد تیکه پاره کرده دیگه. شاه عباس این همه دو بار پیاده، سه بار پیاده رفته مشهد، داد بچه خودش رو نابود کردن دیگه. نادرشاه هم همین کارو کرد، نه فقط ایران باشه، همه جای جهان. حالا اینا خوبه، این داده بچه‌شو کشتن، اون داده کور کردن، یارو وایساد بالا سر بچه شکنجهش کردن تا کشتنش. وام حکومت منو فلان کردی، سیخو بزن. بچه خودشو جلو خودش شکنجه کردن تا مرد، چون فکر کرد بچه‌ش به حکومتش طمع داره. این که بچه خودشه، همه عالم هم احساس کنه مخالفش، هم حاضر همه عالم رو چیکار کنه؟ شکنجه کنه. نه ظلم رو نفع میکرد یعنی چی؟ نه حاضر نشد ظلم کنه به قابل. خب یعنی نفع نمیکرد کسی رو، فکر کرده اکثر عبادت سلمان چیه؟ التفکر. همون چیزی که گم شده است تو کشور ما، نه کشور ما، جهان. جهان امروز رو ببین، جهان امروز رو ببین، افتادیم به جون همدیگه. همه جهان رو نگاه کن چه خبره توش. یعنی اگر همین قوانین دیدید، قوانین داره میریزه، قوانین بین المللی داره میریزه دیگه، هر کی اومده یه تیشه بگذده، چهار تا عاقل نشستن نوشتنش. هی چون میدونی که سالها با هم جنگیدن، همدیگر رو کشتن، فهمیدن بابا جراش کشتن نیست، گفتن اتحادیه اروپا باشه بکشیم. همو جنگ جهانی شد، اون همه مردن، جمع شدن گفتن آقا بابا یه سازمان ملل درست کنیم، دوره هم جمع بشیم، برای چی کشتن؟ ولی انسان یواش یواش ابزاری که اومده جلو بی نهایت طلبیشو بگیره چیکار میکنه؟ تبدیل میکنه به ابزار بی نهایت طلبی. به شما گفتم قانون ملکیت اومد چیکار بکنه؟ جلوی بی نهایت طلبی انسانو بگیره، که تو زمین مال تو، از اونجا به اونور، از اینجا به اینور مال من، که من نیام تو زمین تو. قانون ملکیت اول اومد جلوی بی نهایت طلبی رو بگیره، اما یواش یواش تبدیل شد به ابزار بی نهایت طلبی. حالا من میرم 300 تا زمین میخرم، میشم ملاک، حالا قیمت رو میبرم بالا.
درست شد؟ بعد گفتن خب برای اینکه این اتفاق نیفته از ملک کسی استفاده نکنه ملک میذاریم. حالا قانون میاد و میسه بالا سر اینا که این قوانین بمونه، این نتونه زیاده خواهی بکنه. اول ملک کارشو خوب داشت انجام میداد، اما یواش یواش این گفت اه خب من میرم سوار ملک میشم، من خودم میشم حاکم. گفت تا دیروز بانک میزدیم الان بانک میزنیم، یعنی بانک میزدیم دزدی میکردیم الان بانک تأسیس میکنیم، همون کارو میکنیم در قالب قرارداد بانک. تا دیروز اموال مردمو میدزدیدیم، بانک‌ها رو هم میدزدیدیم، حالا قانون گذاشتیم بانک اموال مردمو خودشون میارن به ما میدن، به ما دزدا. بعد ما 90% وام کشور رو میدیم به 200 نفر، وام ارزان به نام مردم به کام مسئولین. همان پذیرفتید بانک و پولاتون رو میذارید تو بانک، گذاشتیم دیگه. بعدم بانک پول خودمون رو گذاشتیم، میگه روزی اینقدر بیش 5 میلیون بیشتر نده خرج کنی، به تو چه؟ نه مبارزه با پولشویی، شما پولشویی میکنید نه مردم، دهن مردم رو سرویس میکنید. خودتون میلیارد 75 میلیارد دلار ارز 4200 دادن، نصفش برنگشته. 35 میلیارد دلار یعنی چقدر پول؟ مبارزه با قاچاق فلان، خب دهن ملت رو شما سرویس کردید. بله یارو بانک میزنه میگه آه مردم وام ارزان 18% ولی بهتون نمیدیم، آه به نام شماست، ولی یارو میره وام میگیره 1000 میلیارد. تنها لطفی که کردن اسمشون رو تو روزنامه معرفی کردن، ما بدهکارهای بانکی رو معرفی کردیم، شما خیلی بیجا کردی به اینا وام دادی اینجوری. بعد کشوری که تورمش 35% 40% برای چی وام ارزون میدی؟ به کی میدی؟ به مردم وام میدن؟ اون وقت یه قشر سرمایه‌دار رانتخار درست کردن که به هیچ چی رحم نمی‌کنن. کرونا میشه سرم میشه دونه 200,000 تومان، کدوم بی پدر این کارو میکنه؟ همونی که با وام من و شما رفته کارخونه زده با پول ملت، ارز ترجیحی بهش دادن بره جنسو بیاره، همون سرم 6 تومانی رو به ما میده 200,000 تومان تو اوج کرونا. رسانم داره رو مخ مردمم راه میره، نمیذاره مشکل مردم حل بشه. معنی نداره. شما برای چی ارز 4200 دادی بون بده به خود مردم؟ آقا واردات آزاده، پول مردم هم بده به مردم، مردم خودتون برید بخرید. مردم هم میگن آقا 65 تومن تو مرغ نمیخوریم، مرغ میشه چقدر؟ 35 تومن. میگه نمیخوام بخری، پولم رو بده نمیخورم ازش، چرا میخوای گرون بفروشی به من؟ فلان فلان شده نمیخورم ازت. خود مردم حریف بازار میشن، پولشون رو بده به خودشون، همش هم بده به خودشون، همه پولشو بده به خودشون، باید بدن، نه بی خود میکنن، همشو باید بدن، همه پولشونو بده به خودشون. مگه تو صاحب مایی؟ این همه سال خواست اینجا ما مردم تصمیم بگیرید، خب جند زدید تو مملکت. آقا پولمونو بده خودمون بعدم چه چیزو خرج کنیم؟ خودمون فکر میکنیم آقا هرچی گرون شد نمیخریم بچه ها، تموم شد رفت. گور باباتون. در مملکت رو باز کن تو، اگه کسی پراید سوار شد، کسی 200 میلیون پول پراید داد، پول مردم رو گرفتی فقیر شدن، بعد میگه یالا این بنجولم بخر به 10 برابر قیمت، بعد میخره میگه شما عقل ندارید میخرید. چرا؟ ما عقل داشتیم میخواستیم نخریم، یه دولتی سر کار بود اومد وامی که باید میداد به مردم رو گذاشت رو خود رو، مجبور کرد مردم رو برن بخرن. بسته آقا، شما عقل کل نیستید، گن زدید تو مملکت. آقا بده پول مردم به خود مردم، خودشون میدونن چیکار کنن. نمیخوریم آقا جون، فردا صبح مرغ نمیخوریم، ببینم کی میخواد به ما گرون بفروشه. نه که مرغ دارم گناه داره، اونم بدبخته، اونم میره به دام بهش نهاده دامی رو گرون بهش میدن، بعد میگم مرغو بعد انقبه. آقا تو چیکار به اون داری؟ تو در وا کن، هر قیمتی خواست میره نهاده دامی خودش میاره، قیمتش هم بازار تعیین میکنه قیمت مرغو. انصاف باید داشته باشیم، نباید سر تولید کنندم کلا بره، اونم نباید بدبخت بشه که. ول کنید شما، چرا ول میکنید؟ تو همه چی باید دخالت کنید،
داستان اینه. قوانین رو یه جوری میچینه انسان که بتونه بر دیگران مسلط بشه، بعد قانون درست میکنه، بانک جیب مردم واش میزنه. نهادهای بین المللی درست شد بعد از جنگ، این خواست جهان بود که جلو جنگ رو بگیره، اما یواش یواش اومدن بر نهادها چی شدن؟ مسلط شدن. حالا شورای امنیت به جای اینکه امنیت ایجاد کنه مرکز ناامنیه. سازمان ملل به جای اینکه باعث بشه تو دنیا جنگ نشه خودش عامل جنگه. اتحادیه اروپا به جای اینکه باعث اتحاد بشه باعث افتراق میشه. تعهدات نظامی که آقا یه کاری کنیم بمون، اینا مال بازدارنده است دیگه، آقا ما عضو یه جایی میشیم که بمون حمله نشه، همین باعث میشه بهشون حمله بشه و هزار تا چیز دیگه. بشره، انسان هی برای همین هی قوانین باید آپدیت بشه، چون انسان میره سوار قوانین میشه، انسان میره پشت قانون وای میسته، میگه حالا من قانونم، حالا قانونن جیبتو میزنم. به ضرر گرفته بود، این رفته بود دزدی کرده بود، کپسول دزدیده بود تو دهات، گفتم براتون. بعد این شکایت کرده بودن پاسکو، کرده بودن زندان، اونجا علکی بهش گفته بودن که از رو اثر انگشتت فهمیدن، اصلا اثر انگشت نگرفته بودن، بهش گفته بودن رو اثر انگشتت، یه دستی بهش زده بودن لو داده بوده. میگفت از زندان برگشته اومده رفته تو ویلای ما، تو دهات یه ویلا دارن تونشون دوربین داره، میگفت خیلی باحال از پنجره اومد تو و رفت گشت کلیدا رو پیدا کرد، کلید زاپاسا رو برداشت که دفعه بعد مثلا سراسر با کلید بیاد. میگه بعد یه دستمال برداشت جا دستاشو همه رو پاک میکنه، یعنی بهش یاد داده بودن که آقا جا دستاتو پاک کن. بعد به من گفت چیکارش کنم، گفتم دفعه بعد بکنه زندان، دفعه میاد یه جورابم کشیده رو کلش که شناسایی هم نشه، یا قبلش میره برقو قطع میکنه. قشنگ داره میره آموزش میبینه، یعنی تمام ابزاری که گذاشتیم جلو دزدی گرفته بشه، این میره آموزش میبینه بدلشو میزنه. ما میرفتیم جلو، اول اصلا فن زدن 1% بود، بدل زدن مهمتر فن زدن بود. میگه اصلا بزن اون زورشو بزنه، اون زورو میزنه به تو ضربه بزنه، قشنگ یه بدل بهش میزنی، با زور خودش میزنی زمین، تو اصلا زور نزن. انسانیم، برای همین هی باید قوانین به روز بشه، هی جلو این بی‌نهایت طلبو بگیری، این میخواد جنگ درست کنه، این میخواد مسلط بشه رو جهان. بله یه روزی تو فرهنگشون یه گوشه نشسته بودن شعر میگفتن، مطالب معرفتی میگفتن فلان، ولی الان پولدار شدن، قشنگ دارن نظامی جمع میکنن، میگه خب ما پولدار شدیم، حالا اصلاً هم جمع کردیم، اقتصاد جهانم دستمونه، خب حالا به کجا حمله کنیم؟ گله تایوان شروع کنیم، حالا قدرت بهش بده همه جهانو میخوره. نه اون این ورم قدرت بده همه جهان نمیخوره، مگه نمیخوره؟ انسانه، تو هی باید بهش حد بزنی، اونم هی بدل میزنه، تو هم باید حد بزنی اگه میخوای، وگرنه تمام قوانین جهان به زودی چی میشه؟ اگه ثابت بمونه تغییر نکنه بی اثر میشه. بله چرا میتونه بذاره؟ چرا؟ شما شب میخوای بخوابی آب نمیذاری بالا سرت چون میدونی تشنت میشه؟ درسته اون لحظه که تشنه میشی حواست نیست، ولی قبلش که حواست هست، یه لیوان آب میذاری بالا سرت؟ یا نه میدونی خوابت سنگینه، ساعت کوک میکنی، ساعت کوک نمیکنی؟ تو هوشیاری ساعت رو کوک میکنی که صبح تو رو از خواب بیدار کنه. نه 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 نه، آره اون یه بحث دیگه است دیگه، با لفظ با من دعوا نکن، قربونت برم. آره لفظ که دیگه نه، شما شب که میخوای بخوابی چون میدونی چند ساعت دیگه بیهوش میشی، ساعتو کوک میکنی. قوانین کوک کردن ساعته در زمان هوشیاری، که اگه من خوابم برد این منو بیدار کنه، من میدونم من برسم به این قضا مست میشم، خب قبل اینکه مست بشم قانونشو میذارم. یه تجارتی میکردیم با یه عده‌ای، گفتم آقایون فروش انجام شد، پول همونجا تو حساب تقسیم شد، این پول بیا تو حساب من، معلوم نیست سهمتونو بدم. تموم شد دفعه، یه دفعه میبینم خوشم اومد، میگم نه همین اول گفتم تقسیمش کن چیز نه. گفت که الان این بلش کن، یه شب شهادت اینا رو بگم. بلش کن مردم افغانستان خودشون رو عضو ما نمیدونن، ما الان باید ما باید چیکار کنیم؟
وظیفه ما چیه نسبت به این ظلمی که انجام شده؟ تو سخنرانی من بود سوالت؟ کجاش بود؟ توش یه جا پیداش کرد. نه حالا ما با ظلم مخالفیم هر جا که باشه، هیچ ربطی نه هر کجا باشه، از هر کسی باشه، ما با ظلم مخالفیم. چه فرق میکنه؟ من افغانستان برای خود افغانستان من کار نکردم، من خودم کار کردم براشون، اطلاع رسانی میتونستم بکنم کردم، چون من با ظلم مخالفم، چه تو افغانستان چه تو ایران چه تو لیبی چه تو لبنان چه تو یمن چه تو آمریکا. من امروز گفتم آقا تو مدرسه زده 19 نفر کشته. بله قوانینتون ناقصه، باید درستش کنید. قوانین ما ناقص نیست که ساختمون میاد پایین زن و بچه زیرش گیر میکنن. این همه نظارت شهر بابا بالا پشتمون کجه کفته، یعنی یه جایی برای کبوترها میخواستیم درست کنیم، مأمور شهرداری رفته چیکار داره میکنه؟ بابا این کجه کفتره دیگه عزیز من، بیا نگاه کن. طبقه که نمیزنیم که، چجوری یارو میگه اول 6 طبقه مجوز گرفت، بعد 3 طبقه گذاشت روش، بعد 2 طبقه گذاشت روش، چجوری؟ تمام مسئولین از روزی که کلنگ زدن باید بازداشت کنن همشونو، بعد بیان ببینن چه غلطی کردین، چی بودین، چی ساختین. خب حالا افتتاح نشده بود، اگه افتتاح زن و بچه توش بود، پر آدم بود، چه فاجعه ای میشد؟ همین الان هم فاجعه است. پس ما با ظلم مخالفیم، چه تو آبادان چه توی چه میدونم کالیفرنیا، فرق نمیکنه، ظلم ظلمه. منتها اینکه یه بام و دو هوا میشیم این بده. نه ما یه بام و دو هوا نیستیم، ما با ظلم مخالفیم، حتی اگر خودمون باشه، خود من باشم، چه فرقی میکنه؟ ظلم ظلمه دیگه. یارو میگه آقا دنیا آجا ببین چه خبره، خودت تو خونت داری چیکار میکنی؟ از خونه خودت شروع کن. ما تو خونه ظلم نمیکنیم؟ من با ظلم تو خونه مخالفم، تو کشور خودم مخالفم، تو کشور همسایه مخالفم، تو قاره بغلی، تو اون یکی قاره، تو جهان، در گذشته در آینده. وقتی با ظلم مخالفی، با همه ظلم مخالفی در همه جای جهان. اما ما الان اصلا با ظلم مخالف نیستیم، ما با ظالم مخالفیم. برای همین از اون ظالمه خوشمون میاد، تقدیسش میکنیم، از این ظالمه بدمون میاد، تقبیحش میکنیم. ما با ظلم مخالف نیستیم الان، ما با ظالم مخالفیم. این ظالمه رو خوشمون نمیاد، ازش تقبیحش میکنیم. آقا آقای بایدن ظلم نکرد به مردم افغانستان؟ برجای دوقلو رو شهروندای سعودی آوردن پایین، تو پرونده هاشون هم از خودشون هم گفتن، چیکار ملت افغانستان داره؟ شما کشور افغانستان دو دستی دادید دست طالبان، تمام اموالشون تو آمریکا دادید، میگه میدیم به خسارت دیدگان 11 سپتامبر. خب چه ربطی به مردم افغانستان داره؟ اموال مردم افغانستان دزدیه. چه دزدی رو بایدن بکنه تو آمریکا، چه الباقی بود، چی بود فامیلین عبدالباقی بکنه تو آبادان، و همه اونایی که بهش مجوز دادن، و همه اونایی که تو کلنگ زنی باش بودن، همه اونایی که وام فلان بهش دادن، همه اونایی که رانت بهش دادن، هنوز معلوم نیست زنده است یا مرده. یارو زنده و مرده شو باید بیارید ببینن ملت. آقا باید بفهمید هر کی بهش مجوزه، هر کی تو این ظلم شرکت کرده، میگه مسخره بازیه. ببین چقدر اموال مردم رفت رو هوا، مگه اونجا همش مال عبدالباقی بود فروخته به مردم؟ زندگی. پس ببین ما با اون اونجا ظلم میکنه مخالفی، میرم اینجا ظلم میکنه مخالف. یارو با یارو بسکتبالیسته توی NBA چیه این آمریکا بازی میکرد، 4 تا صحبت کرده علیه چین، اخراجش کردن از اونجا. شما که میگفتید ورزش و چیز نه، چه چیزی که آزادی بیان کوب است. بله ورزشکار ما هم بلاسش تو کشور خود ما میاره. من هم با این که تو ایران اذیتش میکنم مخالفم، هم با اون که تو آمریکا اذیتش میکنم مخالفم. چه فرق میکنه؟ بی خود میکنه کسی ظلم کنه. ما مخالفیم ولی میشه الان کشور 7-8 میلیون یو از بین ببریم، و من چرا باید تاوانشو بدم؟ نه این که ما که آقا مگه ما تاوان الان مردم افغانستان، آقا ما چه گناهی داشتیم داریم تاوان میدیم؟ مگه ما گفتیم خب ما چیکار کنیم؟ ظلم داره میکنه که دیگه، این که دیگه دست ما نیست. ما میتونیم همراهی نکنیم با ظلم، ما میتونیم با ظلم همراهی نکنیم، تموم شد رفت. من با هیچ ظلمی در هیچ کجای جهان همکاری نخواهم کرد، تموم شد رفت. حالا اون ظلم میخواد به دختره باشه که بلیت خریده میخواد بره تو ورزشگاه توی مشهد باشه، یا این ظلم به زنی باشه که توی چادر روسری سرش کرده تو فرانسه میخواد بره تو دانشگاه، همونی که روسری از سر اون میکشه داره ظلم میکنه، همین که اسپری میزنه تو چشه این داره ظلم میکنه. من با جفتش مخالفم، یه بام و دو هوا هم نداریم.
بعضی میگن آقا تو کشور خودتو بگو. نه آقا من با ظلم در همه جای جهان مخالفم، هم کشور خودم میگم همه جای جهان میگم. تموم شد رفت. میدونی چی میگم؟ میخوام بگم آقا ما نباید همراه ظلم باشیم به هیچ وجه، نباید تقدیسش کنیم، نباید تحمیدش کنیم، نباید سیاهی لشکرش بشیم در هیچ کجا، در هیچ کجا هیچ گونه ظلمی رو نپذیریم از کسی، سیاهی لشکرش هم نشیم، تاییدش هم نکنیم هیچ کجا، نه تو کشور خودمون نه هیچ. حالا من تازه تو کشور خودمون دو آدم بیشتر میره بالا، توقع بیشتره. 240,000 تا بچهای مردم فقط یه فقره توی جنگ خونشون رو دادن واسه سیتی آرمان، برای آزادی، مال عدالت، مال اسلام، مال انسانیت. معلومه اینجا دو آدم بیشتره، ولی اینم نیست که بی تفاوت باشن به جهان، اونام انسانن. مردم افغانستان همسایه‌مان، رفیقمان، برادرمان، دوستمان، تو زندگیمان. شما هر کجای کشور ما بگردی، هر کجا آجر میبینی، یه افغانستانی اونجا کار کرده، کار نکرده، چجوری میتونم نسبت بهشون بی تفاوت باشم؟ نه اونم جون خودم میدونمشون، برای من مذهبشون هم فرق نمیکنه، شیعه، سنی، مسیحی، یهودی، زر هر دینی میخوای داشته باش، به من تو رو به تو انسانی، من به تو احترام میذارم. گرفت شد؟ ولی این یه بام و دو هواه، این نشون میده که نه ما با ظالم مخالفیم، نه با ظلم. مثلا میگه آقا این چرا به من ظلم کرد؟ خب اونم داره ظلم میگه، اون به من چه؟ نه نه نه، اگه تو با ظلم مخالفی، با ظلم هر میزان هر کجای جهان باید مخالف باشی. اگه راست بگی، اگه داری سوا میکنی این ظالمه رو، تیتیش مامانیه اون یکی، نه فلان فلان، نه معلوم میشه که تو با ظلم مخالف نیستی. نه نه نه، نگفتم دوست ندارم، گفتم دوست. ایشون گفت افغانستان جزء کشور ما بوده، گفتم اونا الان نمیخوان، اونا خودشون کشور مستقلن، دوست ندارن جزء کشور ما باشن، خودشون کشور مستقلن. اینکه حالا 100 سال پیش چی بوده؟ آقا 100 سال پیش تموم شد، اون یه کشور مستقله، همینجوری که مستقله با حفظ استقلالش باید تو بهترین آرامش باشه. چون من فکر کردم میخواد بگه که یعنی ما مثلا یه کاری کنیم، گفتم نه، من یه فشنگ به هیچ کس راضی نیستم داده بشه از طرف ما. چرا ما باید تو کشتار شه؟ مردم افغانستان چند میلیونشون تو این کشور دارن زندگی میکنن، همین ساختمونی که الان توش نشستید بچه افغانستانی اینجا رو ساخته، کی به ما توهین میکنه؟ چهار تا رسانه رو شما نبین تو رسانه نشون میده مردم ما، بعضی از تندروهای ما به افغانستانی رو توهین نمیکنن؟ تو کشور ما یه جاهای افغانی فوشه، به طرف میخوام فوش بدم میگن افغانی. حالا اینو بزن پا حساب همه مردم ما، نه معلومه که همه مردم ما اینجوری نیستن. من با بچه افغانستانی ها بزرگ شدم، عاشقشونم، منم یه ایرانی هم. هزاران هزار مثل من هست، میلیون ها مردم ما، قاطبه مردم ما، کلیت مردم ما، مردم افغانستان دوست دارن، بهشون محبت کردن، مهمون ما بودن، با هم زندگی کردیم، دختر گرفتن از ما، دختر ازشون گرفتیم، با هم ازدواج کردیم، الان کلی بچه داریم که مثلا مادرش افغانستانی یا پدرش افغانستانیه، بعد یه پدرش ایرانی، یه مادرش ایرانیه، تو با هم بزرگ شدیم. حالا بین ما کسی نبوده به اونا توهین کنه، بوده. بین اونا کسی نبوده به ما توهین کنه، بوده. خب انسان دیگه، خوب و بد همه جا هست. گرفتی چی شد؟ اما این که فکر کنیم نه اونا کلن، نه کلن اینجوری نیست. همین الان که ما هم حرف میزنیم، تو همین جایی که الان نشستی بچه افغانستانی اینجا نشستن، تو همین جلسه که شما هستی، همین جایی که الان هستی چند تا بچه افغانستانی اینجا نشستن، چه مشکلی داریم با هم؟ هیچ مشکلی نداریم. حالا بینمون میخوان دعوا بندازن، بله، کلن یه عده نونشون تو آب گلالوده، اونجا تعریف کردن برای خودشون، برای همین میخوان همه جا دعوا بندازن، بین ایرانی و افغانستانی، بعد تو خود افغانستان بین نمیدونم تاجیک و نمیدونم هزاره و نمیدونم پشتون و فلان و فلان، میخوان بین شیعه و سنی و میخوان دعوا بندازن. بله میخوان دعوا بندازن، حکومت کنن، اما ما باید عاقل باشیم، نباید بازیچه اونا بشیم. تو کشور خودمون هم همینه، همش میخوان دعوا بندازن، جنوبی، شمالی، خوزستانی، آذربایجانی، کرد، لور، بلوچ، فلان، همش میخوان جوک درست میکنن، جوک ترکی، جوک لوری، جوک رشتی، جوک. چرا این کارو میکنین؟ ما پدرانمون خیلی عاقل بودن، خیلی عاطفه داشتن، انقدر پیوندمون قویه، این همه بی تدبیری باعث نشده هم جدا شیم، والا این کارهایی که ما میکنیم باید کشور هزار شقه بشه. راحت جوک میگیم برای هم دیگه، همدیگه رو دست میدازیم، به هم توهین میکنیم. چرا این کارو میکنیم؟
یه عده میخوان این اتفاق بیفته تو کشور ما، نه کشور ما، همه جای جهان، به نفعشون کوچیک باشه، قدرت کم باشه، بتونن سوار شن. یه کشور متحد که نمیشه ازش کولی گرفت، ولی وقتی اختلاف بندازی میتونی سوار همه شی. ولی ما اصلا توجه به این چیزا نداریم. اون حرفی که منبر امشب زدم، گفتم یه دست میزنی رو دست بچت نمیدونی داری چی کار میکنی، بابا تو رسانه رسمی توهین میشه به یک گروهی از مردم، انقدر بی تدبیری میشه که توهین میشه بهشون، تو سریال تو فیلم دست میندازنشون، لهجهشون رو تمسخر میکنن، نمیفهمی داری چی کار میکنی؟ من میگم انقدر پیوند پدران ما قوی بوده که این کشور ما همینجوری. الان من عاشق ملت خوزستان، اصلا ما یکی از بهترین جاهایی که تو زندگی میری، یعنی بهترین روزای زندگی من وقتی که جنوب کشوریم. من میرم بوشهر، میرم گناوه، میرم نمیدونم شهرهای جنوبی، دسپول اینور اونور میریم، یا از اونور مثلا تو شعر میشه آقا تبریز. من یه مدت رفتم تو نخیم که اصلا ترکی یاد بگیرم این حیدر بابا بفهم یعنی چی. آخه رفتم ترجمه دیدم نمیتونم یاد بگیرم، وقتش نمیگم، رفتم ترجمه فارسیشو گرفتم بخونم این چی این ترکا میخونن، گریه میکنن، کیف میکنن. ما میریم تو هیئت ترکا اصلا نمیفهمیم چی میگن، فقط با حال اینا میشیم حال میکنیم. از اون ور بلوچا، از اون ور کردا، لورا، جیلکیا، خرم‌آبادیا. آقا یه کشور با بی نهایت طایفه، بعد جذاب، یکی از یکی خوشمزه تر، یکی از یکی اصیل تر، یکی از یکی با اخلاق انسان، ولی ما داریم خرابش میکنیم، اصلا هم حواسمون نیست. سر یه فوتبال هی دعوا میشه تو تبریز و تهران، این چه بازی در آوردین؟ چهار تا آدم عاقل تو مملکت نیست، بر چی باید دعوا کنی؟ چرا باید توهین کنی؟ تو ورزشگاه میبینی آقا آخونده بنده خدا میرفت، بچهای تراکتور بودن، میرفت اونجا لیدر شده بود و آخوندی بود قشنگ، بازیکنام تحویلش میگرفتن، مردم خوششون اومده بود فلان، یارو خل لباس کردن. خب میذاشتید این باشه، حداقل این باعث وحدت بود اونجا. شما کارتونو بلد نیستید، یکم که بلدید یارو بین لباسشو میکنی. حالا لباس ما رو کندی، ما چیز بودی، حالا اشکال نداره، دستتونم در من شما تشکر میکنم، واقعا جای تشکر داره از شما، واقعا متشکرم، در بهترین زمان ممکن این کار کردی. خب بنده خدا باعث وحدت بود، بعد یه آدم عاقل که حواسش از شعار بی خود نشه اونجا، بعد یاروش خالص، بعد اینا میرن اونجا، اونا میان اینجا، آقا چرا این کارو میکنید؟ تبریز کم خدمت کرده به کشور ما، تاریخو برید بخونید، تو مشروطه اینا فداکاری نبوده واسه این مملکت نکردن، حقشون نیست بهشون ظلم بشه. شهرهای دیگه هم همینطور، خوزستان هم همینطور، کردها، بلوچا، بچهای سیستان، بچهای زاهدان. بابا یه روز گندم شما رو جازموریان تامین میکرده، میدونستیم؟ بریم بخونیم تاریخو. بی تدبیری باعث شده منطقه خوش شده، توی دعوا با همسایه کار زندگیشون هم معطل شده، شدن محروم. اینا یه روزی صادرات گندم داشتن به شهرهای دیگه. نباید، میگیری چی عرض میکنم؟ پس نریم تو این بازی ها، نه فقط بین خودمون. چاره انسان کنار هم وایسادنه، چاره انسان اینه که نفی خود کنی نه نفی دیگران. انسان بلوغ یافته، انسان به کمال رسیده اونه که به نفی خودش بلند میشه نه نفی دیگران. خودشو میذاره کنار، به خودش میگه نه، کنار همه وای میسته، همه رو خودش میبینه، هیچ راه دیگه هم نداره. بچه ها دیگه خیلی دیره دیگه، بعد جلسه اشکال نداره، بس یه سلام بدیم، شهادت امام صادق علیه السلام سر صفحه حضرت باشه. اللهم صل علی